عرض درود و احترام دارم خدمت تمامی حضار محترم، مهمانان گرامی و اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. امروز 11 آبان برابر با 2 نوامبر سال 2022 با یکی دیگه از جلسات اعتراضی و هماندیشی در خدمتون هستیم. این بار از کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو. در ابتدای جلسه تشکر می‌کنم و عرض احترام دارم خدمت آقای رایی گرامی، مهمان این جلسه، که در مورد موضوع جنبش مقاومت و خشونت زدایی که من بدون فوت وقت از آقای رایی گرامی خواهش میکنم که صحبت خودشون رو آغاز کنن که در ادامه با دوستان بتونیم یک جلسه هماندیشی و تبادل نظر داشته باشیم. جناب آقای رایی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. با درود و عرض احترام به شما خانم بیرژندی و دوستان گرامی و شنوندگان و بینندگان این جلسه، من یک مقدمه کوتاهی رو باز میکنم برای اینکه بابی باشه برای گفتگو و رابطه دو طرفی که بین ما برقرار میشه. موضوع مقاومت جنبش و خشونت زدایی رو این گونه توضیح با این توضیح شروع میکنم که جنبش ما یک جنبشی هست که در واقع در همه جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اقتصادی در واقع به مقاومت می‌پردازه و راه حل پیدا می‌کنه و احتیاجی به هیچ کدوم از روش‌های قدرت نداره. به این علت اسمش رو خشونت زدایی گذاشتیم. خشونت زدایی در واقع قدرت زدایی از روابط هستش، از نهادها هست، از روابط بین انسانها و نهادها و روابط بین خود انسانها و رابطه بین ملتها هست. پس بنابراین داریم به طور غیر مستقیم میگوییم که ما موجوداتی هستیم آزاد که قدرت عارضه‌ای است در ما و ما احتیاجی به این که از طریق قدرت راه حل پیدا کنیم نداریم. به این علت که در حالت طبیعی خود آزاد هستیم، یعنی برخوردار از همه حقوق هستیم و با حقوق راه حل‌های مختلف رو پیدا می‌کنیم، از جمله روش خشونت زدایی. یعنی ما با این روش خشونت زدایی استقلال خودمون رو به عنوان انسان توانا، انسانی که میتواند راه حل پیدا کند و انسانی که میتواند راه حل های مستمر و پایدار پیدا کند است. پس بر مبنای این تفکر داریم میگوییم که ما هرگاه آلوده به قدرت شدیم، هرگاه آلوده به روابط قوا شدیم، میدانیم که دچار ضعف شدیم، دچار از حالت طبیعی خود خارج شدیم و بنابراین به فکر چاره میفتیم که دوباره برگردیم به حالت طبیعی و سیستم فکری عقلی طبیعی خودمون. اولین روشی رو که در این خشونت زدایی، اولین آموزه‌ای رو که لازمه در نظر بگیریم، نپذیرفتن حکم زور هستش. هیچ حکم زوری رو میتوانیم نپذیریم و میتوانیم مرز مشترک با زورپرست رو پیدا نکنیم. پس در این مبنا داریم میگوییم که زورگویی یک توانایی نیست، یک ضعفه. بنابراین یک انسان زورگویی که در مقابل ما قرار گرفته، این انسان هست که خود رو در وضعیت رقتبار و ترحم طلبی قرار داده. یعنی راه حل نداره، از حالت طبیعی خود خارج شده،
و از نظر فکری، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر فرهنگی معتقد شده که لازم است حکم صادر کنه و دیگران رو اجرا کنه. و همین عملش در واقع همین رابطه ناطبیعی رو که برقرار میکنه نشون میده از انسانیت خود به مرحله پایین تر اومده. یعنی انسان در وضعیت طبیعی خود در بالاترین مقام قرار داره، در بهترین و متوازن ترین مقام قرار داره، بالاتر از اون متصور نیست. بلکه هرگاه ما بخوایم میانبری رو تولید کنیم، حکمی رو صادر کنیم یا زوری رو در کار بیاریم، به مقام پایین تر اومدیم. به عنوان مثال من در اینجا سعی میکنم که چند تا مثالهایی رو بزنم، ولی بعضی وقت مثالهای مذهبی رو میزنم به این علت که در جامعه ما مذهبی ها به خاطر رژیم دینی تعهد بیشتری نسبت به جامعه دارن و لازمه که به خودشون توجه کنن و به جامعه بگویند که ما در دین خودمون این مشکلات رو داریم. مثلا در دین خود ما در رابطه با این حکم زور در قرآن هست که علل کفار و رحما و بین کن. اونهایی که دین رو بد فهمیدن فکر میکنن یعنی با کفار بد باشیم و تندخو باشیم، با بین خودمون رحیم و مهربان باشیم. این دروغه. چرا؟ به این علت که با آموزه های دیگه یه دینی، دین طبیعی ما که در درون ماست تطبیق نداره، با همین آموزه های قرآن هم تطبیق نداره. علل کفار با ورهم و بینکم به این معنی است که ما با کفر به معنی پوشاندن حق مشکل داریم و نمیپذیریم که حق پایمال بشه و هر کسی میخواد بیاد حق رو زیر پا بذاره با او انعطاف ناپذیر میشیم. ورهم و بینکم، بینهم یعنی چی؟ یعنی که با اونهایی که حقوقی هستن رابطه دوستی برقراره و بر این مبنا هستش که با بین انسان‌ها رشد به وجود میاد. بنابراین عقل طبیعی ما بنابر طبیعت خودش فعال و خلاقه، بنابراین به طور خودجوش در رشد شرکت میکنه، رشد به وجود میاره. از این رو رشد نکردن و ویران کردن، از این رو رشد نکردن ویران کردن میشه. توجه شما رو به این نکته دارم جلب میکنم که موقعی که رشد نمی کنیم لاجرم داریم تخریب می کنیم. موقعی که استعدادهای خودمون رو درشت به کار نمی اندازیم، عقل ما ساکت وا نمی سه، میره توی جریان تخریب وارد میشیم. فکر کنید از اوقات استراحت خودتون استفاده نکنید برای ساختن، فرا گرفتن، شور و شعف ایجاد کردن، رقصیدن، خواندن، هنر ورزیدن، احساس موسیقی رو گسترش دادن. این کارا رو نکنید، عقل شما ساکت وا نمیسه، بنابراین میفته تو راه تخریب، میفته توی یأس، توی ناامیدی، غر زدن، با خود رابطه قوای خشن برقرار کردن. به عنوان مثال بگم، مثلا دختری که پدر مادرش بهش زور میگن چه کار میکنه؟ انورکسی مثلا میگیره، غذا نمیخوره مثلا، به عنوان مثال، یا همینطور کارهای دیگه. بس بنابراین توجه شما رو به این نکته باز دارم جلب میکنم که ما یا رشد میکنیم یا ویران میکنیم، کاری وسط این دوتا انجام نمیدیم. خیال نکنیم که رشد نمیکنیم یعنی هیچ کاری نمیکنیم، این وسط بی‌طرفیم. نه، داریم ویران میکنیم. کی رو داریم ویران میکنیم؟ خودمون. و موقعی که خودمون رو ویران میکنیم، چون این ساختن در ما دچار آلودگی میشه، در رابطه خودمون با دیگران مشکل پیدا میکنیم. طرف داره صحبت میکنه، من هنوز صحبتشو خوب نشینده قر میزنم، بابا اینم که چیزه، اینم که داره با حرف کله ما رو میبره مثلا. ببینیم، بنابراین چرا؟ به خاطر اینکه عقل فعاله و اگر از راه رشد بیرون بریم غیر فعال نمیشه، باقی میمونه همچنان بر فعالیت خودش. عقل رو نمیشه تعطیل کرد کارش در ویرایی ویرانگری، بنابراین عقل ما فعال میشه. پس عاملهای رشد نکردن هستن که باید پیدا کنیم تا با از میان برداشتن اونها عقل آزادی خودش رو پیدا بکنه و به راه رشد باز بیاد. بنابراین مسئول گم کردن آزادی و تن دادن به خفت جبری که قدرت برای ما می‌سازه با خود ماست،
هیچ وقت مسئولیت ما در این زمینه به پایان نمیرسه. حالا اشاره کردیم به اینکه عقل رو نمیشه تعطیل کرد. در اینجا لازمه یه پرانتز باز کنم به خاطر اینکه ببینیم خب این عقل ما که میگیم آزادی داره، در آزادی میتوانه، چه آزادیهایی داره؟ یک، از بیرون عقل هیچ زوری رو نمیشه وارد این عقل کرد مگر اینکه خود ما بخواییم. هیچ معرفت و اطلاعی رو به زور نمیشه وارد کرد مگر خودمون بخواییم. در هر انسانی تا وقتی که خود شخص نخواد، هیچ قدرتی نمیتونه باوری، نظری، دادهی، اطلاعاتی رو بر بدرون عقلش نفوذ کنه. بس بنابراین آزادی اول عقل ما اینه که زورکی نمیشه چیزی رو وارد کرد. دومین آزادی عقل ما این است که هیچ زوری نمیتوانه کار عقل رو تعطیل کنه. عقل همواره کار میکنه، حتی تو خواب. به عقل دستور نمیشه داد. یک دلیل بزرگ این که عقل ما آزاده اینه که عقل رو نمیتوان در واقع بهش دستور داد از بیرون این کار رو کرد. آزادی سومی که عقل ما داره انتخاب معیارها هستش و انتخاب در این حال اصل راهنمایی هستش که بر مبنای اون در فضاهای مختلف ما میریم. ما میتوانیم در فضای قدرت بریم یا در فضای آزادی. بر مبنای سنویت تو فضای قدرت بریم و بر مبنای درهمی، بر مبنای در تعادل باقی ماندن، نه در رابطه قوا رفتن، وارد فضای آزادی میشیم، فضای بررسی های اجزا میشیم. پس آزادی بعدی عقل ما، همونطوری که در همین توضیح سوم گفتم، گزینش فضای تفکر هستش که هدف رو تعیین کنیم و روش رو تعیین کنیم. پس ما اول در فضای آزادی قدرت میریم، بعد در فضای آزادی اگر رفتیم هدف و روش رو تعیین میکنیم، اگر در فضای قدرت هم رفتیم هدف و روش رو تعیین میکنیم. اینم از آزادی های عقل ماست. آزادی بغلی بعدی عقل ما انتخاب زمان هستش. فضای فعالیت طبیعی عقل ما هستی بیکران و زمان بیکنار و بی‌نهایت هستش، اما فضای عقل، فضای قدرت محدود و میل به صفر میکنه. آزادی بعدی عقل ما آزادی خلق هستش. این آزادی است که اگر آدمی از اون غافل نشه، نه تنها استعداد خلق خیش رو، اگر از اون غافل بشه استعداد خلق خیش رو تباه میکنه، اگر از اون غافل بشه استعداد خلق خودش رو تباه میکنه، بلکه آزادی‌های دیگری رو نیز با این توجه نکردن به این آزادی خلق میتونیم خرابش کنیم. برای اینکه در لحظه خلقی که انسان از هر تعینی آزاد میشه، توجه داشته باشیم که اسپری یا فضای ذهنی ما بی نهایته. همه چیز رو توش میشه تصور کرد، همه چیز رو توش میشه بافت و ساخت، و زمان خلق در این فضا زمان بی نهایته و عجلی در کار نیست، دستوری در کار نیست، بررسی اجزا هست و پیدا کردن قواعد این اجزا هست بر مبنای چی؟ بر مبنای حقوق که عقل آزاد ما هست. از عقل آزاد ما حقوقی است، از همون ابتدا که داره فکر میکنه با این محتوای حقوقی فکر میکنه، و بنابراین در لحظه خلق لازمه که از هر تعینی، هر دستوری، هر زوری، هر غالب سازی، هر حدی، هر خط قرمزی آزاد بشه، اندازه ها رو پیدا کنه. آزادی بعدی عقل ما گزینش اندیشه های راهنما هست، مجموعه معیارهایی هستش که لازمه بر مبنای اونا کار کنیم. توجه داشته باشیم که همواره تنظیم فکر مقدم است بر تنظیم عمل، پس لازمه، و هیچ کس حتی خود خدا هم بدون معیار نمیتونه تشخیص بده. پس هرگاه من میگویم من در این مورد مشکلی با
شخصی دارم به این علت هستش که در این زمینه من معیاری دارم و یه معیارهای دیگه است. پس لازمه ابتدا این معیارها رو تنظیم کنیم. با که معیارها رو تنظیم کردیم، عقل هم تنظیم میشه. آزادی بعدی عقل ما واکنش نشدنه. ببخشید، آزادی بعدی عقل ما همین در واقع در حقوق باقی موندنه. حالا پس بنابراین میبینیم که عقل ما آزاده و میتوانه در واقع در این عقل بمانه و در این عقل آزاد و طبیعی خود که باقی میمانه با این آزادی هایی که شمردن میتوانه هر زورگویی رو نپذیره، هر رابطه قوایی رو نپذیره. پس موقعی که میشنویم که قدرت لازمه تقسیم بشه، لازمه پاسخ داده بشه، لازم است قدرت حذف بشه. قدرت دشمن حقوق است. خوش قدرت دشمن عقل طبیعی و حقوقی ما هستش. قدرت رو موقعی تقسیم بکنیم، این قدرت دوباره در دینامیک قدرت رشد میکنه و دوباره شبیه همون قدرتی که میخواستیم تقسیم بشه میشه. پس موقعی که ما میگوییم میخواهیم شرکت داشته باشیم در اداره جمعی، منظور ما نیست که میخوایم قدرت رو تقسیم کنیم، میخوایم منظور ما که ما قدرت رو برش داریم. مثلا چه کار کنیم جاش؟ رابطه های حقوقی رو برقرار کنیم، دوستی رو برقرار کنیم. میخواهیم بر میزان تحقیقات، عقل تحقیقی خودمون و عقل نقاد خودمون تشخیص بدیم، اندازه ها رو پیدا کنیم، برنامه ها رو پیدا کنیم. بنابراین خشونت زدایی دوم، آموزه دوم در این زمینه، واکنش نشدن از راه نپذیرفتن روش ناقص استقلال آزادی و کرامت انسان هستش. بنابراین واکنش نشدن، منظور ما از واکنش نشدن چیست؟ از عکس‌العمل نشدن چیست؟ منظور ما این هستش که موقعی که شخصی یک برخوردی با ما میکنه، لازم است که همواره بر روی حقوق بمانیم، دنبال این راه حل‌های حقوقی بمانیم، دنبال این اندازه‌گیری‌ها بمانیم، دنبال این تحقیق‌ها بمانیم، دنبال این نقد‌ها و همواره سوال کردن‌ها باقی بمانیم. آموزه سوم، جانشین نکردن هدف و روش قدرت مدارانه با روش هدف و روش استقلالمند و آزادیمنده که در صحبت‌های قبلی مطرح کردم. آموزه چهارم، به نیرو چیه؟ نیرو استعدادهای درونی ماست، استعداد مدیریت ماست، استعداد فراگیری ماست، استعداد خلاقیت ماست، استعداد هنری ماست، استعداد تنظیم امور و اقتصادی ماست، استعداد تشخیص اصل راهنما و فکرهای راهنما معیارها هست. بنابراین آموزه چهارم این است که به نیروهای درونی و به این استعداد خودمون جهت ویرانگر ندیم. حتی وقتی در چهار سو محاصره میشیم، لازم است هدف با این باشه که از این چهار سو، از این محاصره بیرون بیاییم، از این حلقه بیرون بیاییم. در مثال های تاریخی داریم که حضرت ابراهیم حلقه آتش رو سرد کرد. منظور این استش که از این داستان تاریخی این است که حضرت ابراهیم مرز مشترک با زورگویی ها با قدرت پیدا نکرد. ما که زور میگوییم، یک نکته توجه داشته باشیم. زور چیه؟ زور حالت اتصالی پیدا کردن نیرو است. زور وسیله قدرت است. دروغ، ارعاب، خشونت فیزیکی هست، خجلت زده کردن دیگرها هست، هژمونی طلبی هست، تحقیر هست، متلک‌گویی هست، رو کم کنی هست و اینا، اموال اینا. پس زور وسیله قدرته. وسیله انسان با حالت طبیعی خود چیز این استعدادهایی که گفتم، استعدادهایی که هنری و خلاق فراگیری هست. پس ما میدانیم که میتوانیم از طریق استعدادهای خود رشد کنیم. این استعدادهای ما نیروهایی هستن که کسانی میان اینا رو میخوان اتصالیش کنن، میخوان کوتاش کنن. کاری هم که میکنن دائمی نمیتونه باشه. به محض اون اتصال برداری دوباره این نیرو سر جاشه. چه کار میکنن؟ پس بنابراین
با زورگویی ها سعی میکنن مقدار زمان محدودی اونها رو از حالت طبیعی خودشون خارج کنن. راهش هم این هستش که اون زور رو کنار بذاره، این نیرو دوباره میاد سر جای خودش. پس نیرو رو، استعدادها رو نمیشه کشت، میتوان اتصالیش کرد، خارج کرد از مدار آزاد و باز و تمام خودش. پس رعایت این چهار آزموده، همین چهار آزموده اول توجهتون جلب میکنن که به اندازه کافی انسان رو آزاد میکنه، یعنی انسان آزاد میشه. اما در این رابطه من برای شما اینجا به یک نکته توجهتون میدم و اون این هستش که موقعی که داریم عمل میکنیم، خب همه به این خشونت زدایی ها عمل نمی کنن. اما یک عده‌ای در جامعه‌ای باقی بمانند که در آن به طور مرتب از حقوق دفاع کنند، اونها می توانند حقوق رو در جامعه نهادینه کنند. در این رابطه یک لینکی رو اینجا برای شما میفرستم، توجه کنید. در یک جامعه 3.5 درصد مردم بر روی حقوق باقی بمانند و مقاومت بکنند، بالاخره اون جامعه بلند میشه، همه جامعه بشری. در اینجا یک بحث خیلی خوبی هستش که میتونید این رو حدود نیم ساعت هست بعد از برنامه گوش کنید. پس آموزه پنجم این است که لازم استقلال و آزادی توانایی خود رهبری رو از دست نده. لازم است که ما در استقلال و آزادی بمانیم و توانایی خود رهبری خود رو از دست ندیم. پذیرفتن حکم زور اجتناب ناپذیر نیست. همه میتوانیم حکم زور رو نپذیریم. منتها کسانی همواره مصلحت میکنیم که نمیتونم حکم زور رو نشنوم. من اگر حکم زور رئیس خودم توی اداره نشنوم، من بیرون میندازه. پس بنابراین لازمه که چه کار کنم؟ حکم زور رو بشنوم. با این کار دینامیک رو ایجاد میکنیم که الان در جامعه ما هستش. دینامیک رو ایجاد کردیم که در جامعه ما هست. هی مصلحت بسنج، هی سازش کن. برای شما یه بار در اینجا مثالی رو زدم از صوفی در جنگ جهانی دوم. صوفی خانمی بود که، تکرار میکنم برای اینکه مفیده، صوفی خانمی بود یهودی که موقعی که نیروهای سرکوب هیتلری رو گرفتن دو تا بچه داشت، یه پسر 5 ساله داشت، یه دختر 7 ساله. اون نازیه بهش گفت که تو، من نمیذارم تو با دو تا بچت باشی، یکیشو ازت میگیرم، انتخاب کن خودمو بگیری. انتخاب بین بد و بدتر. توجه شما رو به اینجا جلب میکنم، شما رو به این نکته جلب میکنم. انتخاب رو بین خوب و خوب میکنم، خوب و خوبتر میکنم و خوب و بد. انتخاب بین بد و بدتر، بد و بدتر، انتخاب بدترینه. بدترین کیه؟ اون بالا نشسته علی خامنه ایه. موقعی که بین انتخابای بد و بدترش انتخاب میکنی، یعنی بدترین که خودشه داریم انتخاب میکنیم. پس انتخاب نیست. انتخاب بین طاعون و وبا انتخاب نیستش که. انتخاب بین خوب و بد و انتخاب بین خوب. این انتخاب از صوفی، اون سرکوبگر نازیست، این رو خواست که بین دو تا بچه‌ت انتخاب کن. این خانم به خاطر اینکه دخترش توی جامعه کمتر شانس زندگی مرفه و خوب رو داره و پسر امکان بیشتر داره، دختر خودشو داد. اونها دخترشو بردن و بعد از مدتی پسرش هم ازش گرفتن. توی این مدت دوستش بهش میگفت بابا مقاومت کن، بیست، زور نپذیر. ولی اونم مثل این اسیر بود، او مقاومت میکرد، این مقاومت نمیکرد، نمیپذیر. میگفتش که نه، حداقل یکی از بچه های خودم رو نگه دارم. بچه دومش هم ازشون اومدن گرفتن. بعد از جنگ جهانی دوم نامه نوشت که من اشتباه کردم، تن به چنین انتخاب بین بد و بدتری دارم و خودکشی کرد. پس هم دوتا بچهش رو از دست داد و خودش هم فوت کرد. نکته دیگه، یک مثال دیگه، نخبه های یهودی در جنگ جهانی دوم خودشون لیست قربانی های یهودی رو به نازی ها می دادن و خودشون شریک مرگ یهودی ها شدن، بسیاری شدن. بین تمام این کشورها، من برای شما مرتب از دانمارک میگم، آقای شایگان الان میان پایین بعد از اینکه تموم کردم که شما بتونید در گفتگو شرکت کنید. دانمارکی ها تنها کسانی بودن که ایستادن و مقاومت کردن. پلیس به عنوان مثال هلند
همکاری کردن آسیا و لیست این قربانی های یهودی رو که خود نخبه های یهودی میدادن برای اینکه نخبه ها رو نجات بدن رو دادن به چیز دادن به یهودی ها به نازی ها و یکی از بزرگترین کشتارهای جنگ جهانی دوم در هلند شد، در لهستان همینطور، همینطور در فرانسه و جاهای مختلف. دانمارکی ها وایسادن موقعی که پادشاه آمدن گفتن که اونایی که یهودی هستن باید ستاره داوود بر سینه بزنن. حالا دو روایت هست، یکی این که خود دانمارکی ها مقاومت کردن که پادشاه دانمارک مقاومت کرد گفت اگه قرار باشه ستاره داوود زده بشه همه باید بر سینه خود ستاره داوود بزنیم، و در این حال دانمارکی ها راه های فرار یهودی ها را از دانمارک فراهم کردن، فرستادنشون به سوئد اون موقع و جای دیگه که بتوانن. و خانم هنه آرنت همین مثالی رو که در مورد اشتباه بزرگ نخبه های یهودی میزنم و میگه اگر نخبه های یهودی اشتباه رو نکردن، بسیاری از این چند میلیون یهودی که در جنگ جهانی دوم قربانی شدن میتونستن حداقل به صورت فردی خود راحت پیدا کنن، حداقل یه عده زیاد از اینا نجات پیدا میکردن. پس میبینیم که ما درس های تاریخی است که به ما میگوید میتوانیم حکم زور نشویم. من میام پایین که آقای شایگان و دوستان دیگه در این گفتگو شرکت کنن. ممنون جناب آقای رای گرامی. بله درود بر شما آقای شایگان، بفرمایید، خواهش میکنم. بله درود عرض ادب خدمت همکاران عزیز، عرض ارادت خدمت آقای رای عزیز گرامی. در مورد خشونت زدایی آقای رای شما صحبت کردید، من میخوام اول یک مقدمه کوتاه بگم و یک سوال بپرسم. برای اینکه بخوایم خشونت زدایی رو ترویج بدیم، اول باید خود خشونت رو تعریف کنیم دیگه، اصلا خود خشونت چی هست و از کجا میاد و به چه شکله. خب ما میدونیم که خشونت ذاتی نیست، اکتسابیه، بنابراین محیط خیلی میتونه تأثیر بگذاره. شما در مورد اینکه عقل هیچ چیزی رو به زور نمیپذیره رو گفتین، اما یه بخشی از این ماجرا برمیگره به اینکه محیط میتونه تأثیر بذاره. من یک مثال بزنم، یک کودک مثلا 2 ساله 3 ساله حالا هر چند ساله که توی خونه زندگی میکنه و تو اون خونه مدام تشنج وجود داره، مدام خشونت وجود داره، یعنی پدر و مادر با هم مدام درگیر هستن، به جای اینکه بیاد مثلا روابط عاطفی و عشقی پدر و مادرش رو مدام ببینه و محبت کردن رو بیاموزه و تو ذهنش ذخیره کنه، مدام همیشه دعوا کردن یا مشاجره یا خشونت رو میبینه و اینو میاموزه، در ذهن خودش ذخیره میکنه و این به مرور تو محیطهای دیگه، تو مدرسه، توی جامعه هم شکل میگیره و بزرگ و بزرگتر میشه که در نهایت این فرد به یک فرد خشن و خشونت طلب تبدیل میشه. حالا سوال من اینه، خب ما نباید اول بیایم در مورد این موضوع که آقا محیط رو اول باید پاکسازی کنیم و بعد کودک رو یا اون انسان رو در موردش بیایم صحبت کنیم که آقا شما الان نباید خشونت به خرج بدی؟ این یک موضوع. موضوع دوم، فرض بفرمایید الان در حال حاضر توی خیزش که توی ایران هست، ما خب خیلی فیلم هایی رو میبینیم که واقعا دل آدم به درد میاد و نمیتونه، اصلا خون آدم میجوشه. میدونید تو اون لحظه نمیتونی به اون شخصی که اونجا هست بری بگی خب شما الان خشونت نکن، میدونید نمیتونه، اصلا نمیپذیره اون صحبت رو، اصلا نمیتونه شما رو بپذیره یا بشنوه. در این زمینه من خواستم اگر ممکنه یه توضیح بدی ممنون میشم. مرسی. بله خیلی ممنون آقای شایگان، اصلا توضیحات خوب و کامل شما خود در واقع توضیحه و من در توضیح درست شما رو ادامه میدم با عوامل دیگهی که در این مسئله بسیار مهمی که گفتین نقش داره. یعنی شما انگشت گذاشتید بر کانون خشونت که خانواده هستش، حق با شماست، کاملا صحیحست و در این زمینه من توضیح میدم. میخوام بگم که توجهتون رو جلب میکنم به این نکته که پدر مادری شغل طبیعی نیست که ما فکر کنیم چون پدر مادرن حتما کارشون رو خوب انجام میدن. نه،
پدر مادری یاد گرفتن لازم داره، یادگیری حقوقی لازم داره، فراگیری در واقع یادگیری تخصصی لازم داره، همراهی جوان با زمان پدر مادرها رو گاهی قد عقب میندازه از پیشرفت و لازمه خود رو در این پیشرفت نگه داره، حتی اگر در زمینه‌های لنگ لنگان دنبال بچه‌هاش میفته ولی لازمه بیفته، نه اینکه وایسه تماشا کنه. نمیفهمم بچه‌ها حرفا رو. پدر مادری که بچه از موقع بچه است دوست داره پدر مادر الگو باشن، ولی موقعی که پدر مادر الگو نباشن زایه که وارد میشه این دنبال الگو میگرده، میره بیرون خونه و معلوم نیست دنبالش میره. پس لازم این حالت ارتباطی بین فرزند و پدر مادر وجود داشته باشه. یعنی در خانواده اگر رابطه ها بر مبنای حقوق نباشه، لاجرم بر مبنای تخریب ها هستن، اینطوری که یکی از خواسته های آزادی عقل رو گفتم، عقل تعطیل نمیشه و اگر رشد نکنه تخریب میکنه. پس بنابراین حالا به خواسته های دیگه میرسیدم، به همین مسئله که شما توجه کردیم، یکی از خصیصه های خشونت زدایی همین آموزش پرورش هست که لازم این آموزش پرورش در واقع از بچگی شروع کنه این کار رو، و لازمه که رابطه های حقوقی تمرین بشه تو خانواده. مثال بزنم، موقعی که یه پدر مادری با هم دعوا میکنن، یهو ما میبینیم که یکی رو تحقیر میکنه، جلوی بچه ها تحقیر میکنه، کار اشتباهه. اگر هم گفتگو و دعوای خودشون رو میذارن به صورت گفتگو میارن، لازمه که از قبل توافق کنن که در اینجا شخصیت همدیگر رو خورد نکنن، یهو نشنیده، یا مثلا موقعی که بچه رو دارن تنبیه میکنن نمیدونن مادر چیشی و نمیدونن پدر سگو نمیدونن اصلا چیزا نشنون، بفهمن که این انسان کرامت داره. لازمه که موقعی تو این خانواده دارن دو پدر مادر با هم گفتگو میکنن، نشان بدن که من مشکلات رو دارن گفتگو میکنن، روی مسائل دارن راه حل پیدا میکنن و احتیاجی به طغیان و جیغ و داد و فریاد اینا نیست. برای اینکه اگه کار بکنن بچه فکر میکنه دنیا مثل رد و برقه، هی بالا پایین بالا پایین بالا پایین و مضطرب میشه، بچه از بچگی مضطرب بار میاد. یا موقعی که توی خانواده پسر رو یه جور بار میارن، دختر رو یه جور بار میارن، دختر رو میگوین که به این علت که نمیدونم این مسئولیت داره این گونه بار میارن، باید زنانه بار بیاد، پسر باید این گونه، این زنانه بار بیاد، اینجا یه عدم تعادلی رو به وجود میاریم که از همون ابتدا گاهی وقت فکر میکنیم که اینا طبیعی مستفی طبیعی نیست. دختری که توی یه خانواده فکر میکنه که نباید پشت سرش نگاه کنه، بلند صحبت کنه، ای ببره پسر اگه صحبت بکنه فکر کنن خیلی خوبه، نشون میده که اینجا یه مشکلی داریم دیگه. موقعی که توی جامعه یه رابطه هایی رو به وجود آوردیم، برای اینکه خانوم بتونه خودش اثبات بکنه لازمه که کارهای بیشتری انجام بده. آقایون یه کار معمولی هم انجام میدن، به بچه‌ها هم میگیرن گاهی، ولی خانوما لازمه نشان بدن که خیلی بهترن. و لازم نیست، در انسانیم همین کارها ارزش داره. این همه خانوما توی اختراع و کشف و اینا شرکت کردن، حالا میگیم این آقایان بودن که جامعه رو ساختن، آبادی رو مثلا آقایون کردن، خانوما مثل که نکردن، کشاورزی رو مثل که خانوما راه ننداختن، مخترع کشاورزی مثل که تو تاریخ، حالا اگر صحیح باشه این تئوری، خانوما نبودن. اولین کسی که آشیانه ساخت بالا سر مثل خانوما، یعنی آشیته اول مثل که خانوما نبودن، یا خیلی چیزای دیگه. و توجه ما باید به این نکته جلب بشه که خشونت ها تو همین رابطه ها ساخته میشن، تو خانواده به وجود میاد. موقعی که خانواده مذهبی هست و هیچ اطاعت و دستور و نمیدونم نماز و روزه و همه برقرار هست، واسم زورم برقرار، تو میشون میده که اینا چی، اصلا دین خودشون هم نمیشون، اصلا ارتباطی با حالت طبیعی خود ندارن و تو گفتگوها شراکت نمی‌کنه. و موقعی هم که میگیم سانسور میشه و سانسور رو هم یک ثواب میدونن، به این علت که اونا دارن چیز میکنن، اونا دارن منحرف میکنن بچه های ما رو، خب دیگه این خشونت ها بنابراین گسترش پیدا میکنه. مثال برای شما بزنم، من تو این اتاقای گفتگو با تو سال 88 خیلی شرکت میکردم، در یکی از این گفتگوها یه آقای اومده بود بهایی ها رو میکوبید. علت کوبیدنش چی بود؟ شما بچه های من که تو مدرسه هست رو منحرف میکنید با این آموزش های خودتون. اینا میسین که بچه مجبوره که آموزش دین پدر مادر خودش بپذیره، به زورم که شده بپذیره. هرچی به هایات توضیح میدادم بابا ما زوری در کار نیست،
ما خود ما معتقدیم که باید 18 سال بشه خود انسان انتخاب کنه دین خودش رو. دین پدر مادری نیست. شما چجوری به منی که اینجوری فکر میکنم میگی من بچه شو گفت نه شما تبلیغاتی که میکنید این تبلیغات صهیونیست هست و نمیدونم این برو میگو بابا من شماها ما رو حضرت بهاءالله رو فرست تبعیدش کردید ترکیه. اون موقع این اسرائیل هم جزء عثمانی بوده جزء ترکیه بوده. شما چجوری به من میگید که من به صهیونیست وابسته هستم؟ شماها من رو فرستادید اونجا حالا بنده شدم چی صهیونیست و شما موندید شما که من رو فرستادید صهیونیست نیستی؟ کارا چی این بر... توضیحاتو گوشش نمیرفت. چرا؟ به این علت که این در طبیعت خود باقی ماندن ارزشه، در رابطه حقوقی باقی ماندن ارزشه و ایده توجه نمی کنه. مرسی خانم بیژنی، بفرمایید. ممنونم جناب رایی. جناب رایی من سر موضوعی که فرمودین در مورد عقل و در واقع فرمودید که به زور نمیشه چیزی رو در واقع وارد مغز کرد، اما من میخوام اینجا اشاره کنم طبق صحبتی که حالا خود شما فرمودین، حالا به گذشته خیلی دور نمیریم، میریم تو همین 44 سال جمهوری اسلامی. آیا معتقد هستین که الان در شاید در حال حاضر گذشته هم حتما همینطور بوده، یعنی در سالهای گذشته نه قبل از انقلاب، اما در حال حاضر حالا چه از طرف کسانی که معترض هستن و چه از طرف سرکوبگرا این یه خوراک مغزی بوده من فکر میکنم که جمهوری اسلامی درست کرده تو این همه سال؟ حالا من میتونم بگم پدر مادر من نه چون مال دوره قبل از انقلاب هستن، ولی خب خود من، خواهر من، یا کسایی که حالا مال دهه های 50 60 70 هستن و الان فرزندی دارن، به هر حال این خوراک مغزی در ذهن دارن و من راجع به یه سری مسائل خودم میدونم خیلی زمان بردش تا بتونم اونا رو از ذهنم پاک کنم و بدون یعنی تشخیص بدم که غلطه و اونا رو فراموش کنم. اما توی این اتفاقی که الان هستش میخواستم یکی اینو از شما بپرسم که این چقدر تاثیر داره توی این قضیه خشونت، چون پرزن پرورش داده شده دیگه. و یکی صحبت دیگه که میخواستم ازتون بپرسم، آیا الان صحبتی که میکنیم برای خشونت زدایی ممکنه برای این باشه که بعد از پیروزی، وقتی این انقلاب به پیروزی برسه، ممکنه دوباره استبداد خودشو بازسازی کنه، شکل بگیره؟ حالا با توجه به اینکه مثلا اگه بخوایم با انقلابای دیگه هم مقایسه کنیم، باز همچنان که ایران مثلا آمریکا نیستش که دسترسی بهش برای قدرت و این چیزا وجود نداشته باشه، یعنی خیلی جایی هستش که خیلی ها دوست دارن که اونجا از کشورهای مختلف حتی بیان و درش قدرت داشته باشن و ممکن حالا این استعداد دوباره ساخته بشه. من زیاد صحبت کردم، ببخشیدم. اگه راجع به دو تا مسئله من بتونید توضیح بدید ممنون میشم. بله خیلی ممنون. ببینید به دو نکته باید توجه داشته باشیم، از نکته های دیگه هم هست ولی این دو نکته که میخوام بگم، یکیش این هستش که زمان، همچنین توضیح دادم، زمان طبیعی ما بی نهایته، بنابراین هرگاه عمل حقوقی رو انجام میدیم این میمانه، ارزش میشه، فرهنگ درست میکنه، نمیدونم ارزش‌های اجتماعی درست میکنه، ارزش‌های اقتصادی درست میکنه، ارزش‌های سیاسی درست میکنه، میمانن اینا. این میشن اون فرهنگ ما، اون تمدن تاریخی ما. حالا تمدن و فرهنگ واردش نشیم که تعریف‌های مختلف جامعه شناسی مختلف. حالا بنابراین ارزش میشن. پس حقوق باقی میمانن، استمرار دارن، دائمی هستن، اما قدرت هم، ساخته های قدرت هم استمرار تاریخی پیدا می کنن. فکر نکنیم که چون ما آمدیم مسئله رو حل کردیم تموم شد دیگه او از بین رفته، نه، او استمرار تاریخی پیدا می کنه. او هم زمانی که ما توجه کنیم به این عارضه ها، به این خشونت زدایی ها، از جمله به این خشونت زدایی ها هستش که می تونیم او رو پس بزنیم. برای شما گفتم دیگه، خب ما در ایران خودمون زمان جمشید آبادی بود و توانایی بود و اینا، اما از دستش دادیم، با قدرت نداری، از با خود محوری جمشید و اینها، و پناه بردیم به ضحاک، و ضحاک هم برای سر ما آورد که بدتر از همون زمان جمشید شد و
خونه مار بر دوش داشت و جوانا رو میمکید. پس بله مرتب لازمه که بر این حقوق بمانیم و مرتب لازمه که حفاظت کنیم و موقعی که میگیم این مسائل در جامعه ما وجود دارن، دلیلش این است به این علته که تو جامعه ما فرهنگ سازش جا افتاده به جای فرهنگ مقاومت. فرهنگ سازش میگه برو اگه رشوه ندی که کارت پیش نمیره، که حقوق رو اگر رعایت بکنیم که کاری نمیتونم بکنم، که اما اصلا توجیه ها رو میسازه. پس بنابراین یه عده‌ای مثلا ازش میگه که خاله میگه میاد با شما صحبت میکنه، تحسین میکنه این جنبش اخیر رو، میگه حیف که من نمیتونم تو این جنبش شرکت کنم، من مثلا 20 تا کارمند دارم، من اگه بیام شرکت کنم همه ما از نون خوردن میافتیم. موقعی اینجوری فکر میکنه که دیگرا یه جور دیگه مثلا فکر میکنن، اونایی که تو فرهنگ سازش اونم همینجوری فکر میکنن و این با هم فرهنگ سازش رو ساختن استمرار میبخشه و سخت میکنه. هر چی دیرتر راه حل دنبالش بریم این دیرتر حل میشه، مشکلتر حل میشه. پس توجه شما به خشونت زدایی بعدی جلب میکنم و اون ابهام زدایی است از جمله همین سوالی که شما کردین. این ابهام ها رو لازمه حل کنیم، به طور شفاف ترک کنیم که کجاها مشکل پیش میاد، کجاها ما تو فرهنگ سازه شرکت میکنیم، کجاها تو فرهنگ مقاومت شرکت میکنیم، زوری رو که میتوانیم نپذیرفتیم چرا پذیرفتیم، و موقعی هم که میخواهیم به ضرورت‌های زندگی بپردازیم لازم است که راه حل‌هایی رو پیدا بکنیم که مستقل است از زور. حالا اگر همین کارا رو نمیتونیم در زمینه‌ای بکنیم، مثال بزنم بهائیات تو کشور ما اصلا از تحصیلات دانشگاهی اینا رو انداختن، ابتکار به خرج دارن، دانشگاه خانگی درست کردن برای خودشون راه حل. حالا کشورهای مختلف هم اون مدرک خانگی دانشگاهی اینا ارزش دانشگاهی پیدا کرده. چرا؟ به این علت که رفتن دنبال راه حل رو پیدا کردن و ارتباط با جهان مردمی برقرار کردن. مجبور نیستیم موقعی که داریم ارتباط برقرار میکنیم ارتباط با قدرت ها برقرار کنیم، میتونیم ارتباط با مردم برقرار کنیم، با دانشگاهی ها برقرار کنیم، با انجی ها رابطه برقرار کنیم، فارسی سمن میگن سمن ها رابطه برقرار کنیم، با مردمی که راه حل میتوانند برای ما ایجاد کنند و حتی بیان کمک بکنن به ما شرکت کنیم. شما توجه شما در انقلاب مشروطه یک امریکایی بودش که نه تنها کمک کرد به مشروطه خواه، خودش اومد جنگی در شهید هم شد. پس بنابراین ما نمیخوایم که خودمون رو چیز کنیم، تارک دنیا کنیم که. پس بنابراین ابهام زدایی ها رو لازمه وارد یکی از راه های خشونت زدایی است. هر جایی که ابهام هست به قول فرانسوی، هر جایی که ابهام هست اونجا یه دونه قدرت خوابیده، اونجا یه دونه شیطون کوچولو خوابیده. هر جایی که ما فکر میکنیم که راه حل ها رو پیدا میکنیم، ممکنه یه جایی که اصلا دنبالش نمیگردیم راه حل ها بشه. مثال پنیسیلین دیگه، آنتی بیوتیک دیگه، یکی رفته توی آزمایشگاه خودش دیده این ظروف رو نشسته که میذاره، اینو کفک میزنه. خب اون اومده تحقیق کرده و گذاشته و تحقیق کرده و تحقیقات خوشم نوشته، بعد از مدت ها یکی میاد پیدا میشه میینه این رفته درمان پیدا کرده، ما بیش از یک قرن توجه نکردیم ببینیم که اون کاری که اون کرده. میبینیم یه جایی لازمه که بریم همه جا رو سرک بکشیم، ببینیم، مسافرت کنیم، ببینیم دیگرها چجوری ابهام زدایی کردن، و شفاف بودن حقوقی یک راه حل هست. پس بنابراین موقعی که میاد به شما کلی بافی میکنه، نمیخواد بذاره شما بفهمید، یا میخواد این وسط خودشو هم اندازه معرفتی که شما دارید مطرح میکنید مطرح کنه. موقعی که داره میگوید که من این حرفا رو نوشتم و دارم و موقعش که شد میزنه، ولی همه حالا نمیزنه به جلوی من. خب من دارم با شما صحبت میکنم بر اساس معرفت ها، او داره لازمه این وارد این بازی های ابهامی نشیم. گزینه بعدی، حالا مثال بزنم برای شما در این زمینه، حالا میریم جلوتر بعد که زیاد طولانی نشه. عمل به حق و دفاع از حق تا اونجا که میان حق خیش و حق متجاوز نیست به سود خود تبعیض قائل نشین. بس تبعیض زدایی هستش. این که من بگویم ظلم شده به من، حالا یه بلایی هم سر این زورگوه بیاد، نه این صحیح نیست، تبعیض نمیپذیره.
قدرت حقوق خشونت زدایی لازم همه جانبه باشه. هیچ تبعیضی رو نپذیریم. برای اینکه یه تبعیضی رو بپذیریم همونه بهانه میکنه برای انواع اقسام تبعیض ها، از جمله به این دلیل است. هیچ تبعیضی رو نمیتوان گفت که حقوقی میتوان تعریف کرد، شدنی نیست. حقوق رو چون انسان ها به صورت ذاتی و طبیعی دارن و بنابراین کرامت دارن، نمیتوان کسی رو در مقابل تحقیر کرد و گفت تو حالا دیگه حرف نزن، تو که دیگه خراب کردی، بابا تو که تا حالا بود مثلا از این رژیم دفاع میکردی، حالا میخوای بیا اظهار نظر کنی، من حرف تو رو که قبول ندارم، حرف نزن. این کارا غلطه. انسان میتوانه همواره راه‌حلیاب باشه و تو راه‌حلیابی ها میتوانه توجه بکنه به این که دیگرا هم میتونن یک مطالبی رو بگن که صحیح هست، حتی من که فکر میکنم او نمیفهمه، در مواردی از من بهتر میفهمه. بنابراین نفهمی ما نداریم، کم و زیاد فهمی داریم در اینجا. حالا در اینجا ما همین روش رو من برای اینکه به علت فایده این مثال، این رو این مثال تاریخی رو براتون میارم که مثال قاعده چی بود؟ قاعده این بود که تبعیض رو باید برداشت و حق رو همواره برای همه در نظر گرفت. به هنگام تجاوز عراق به ایران این قاعده با موفقیت به کار رفت. تا زمانی که این قاعده به کار رفت، یعنی که کودتا نکردن و بعدش هم جنگ رو نعمت ندانستن و ادامه ندادن، تا زمانی که این قاعده به کار رفت، زمان به زمان میل قوای عراقی به جنگ کاسته شد. در ششمین ماه جنگ رژیم صدام حسین تن به صلح داد که این نشان دهنده موفقیت روش خشونت زدایی در این زمینه بود و پیروزی خشونت زدایی بر خشونت و با خشونت جواب دادن بود. در اون زمان هم یه عده میگفتن که عراق به شهرهای ایران میزنه، ما بزنیم. زیر بار این نرفتیم، چون میدان جنگ رو میدان شهرهای عراقی نکردیم. یک علت اون هم کاهش روزافزون میل به جنگ در قوای عراقی بود. خیلی راحت میادن تسلیم میشدن، میدونستن که نه میکشیمشون نه بدرفتاری باشون میکنیم، به حقوقشون احترام میذاریم، بنابراین راحت میادن تسلیم میشدن. قبول نداشتن خودشون اون جنگ رو، به اجباری اومده بودن تو، بنابراین یه عده‌ای خیلی راحت تسلیم شدن. همین روش رو عده‌ای از بین ماها ایرانی ها با استبداد به کار بردیم و موفقیم. هرچی هم زور میزنه نمیتونه چیکار کنه؟ خشونت رو تحمیل کنه. مجبوره برای خوبیدن شما چیکار کنه؟ ضعف به خرج بده، دروغ بگه، نمیدونم بگه که شما فلان کار کردید، دو فلان کار کردید، در صورت که فلان کار نکردید سند و مدرک میذاریم فورا از بین میره و عقب نشینی میکنه. موقعی که میخواد شما رو بکوبه نمیتونه با مواردی بکوبه شما رو که وجود داره، مجبوره با موارد شما رو بکوبه که وجود نداره و چون پیداش میکنید بهش نشون میدید، ضعفش نشون داده میشه و مواره مجبور عقب نشینی کنه. پس این قاعده در جنگ ایران عراق به عنوان مثال گفتم، در کشورهای دیگه هم نگاه کنید همین راه حل میبینید. به عنوان مثال در جنگ سوریه یدی در کوبانی زن و مرد وایسادن دفاع کردن، داعش رو قشنگ پس دادن. این مثال چرا در دنیا زیاد گفته نمیشه؟ به این علت که گفته بشه میشه نمونه برای همه دنیا و بنابراین تو افکار عمومی دنیا نمیگن. یا مثال دیگه بزنم، این بحران عظیم اقتصادی که توی سال 2008 در دنیا پیش آمد، کی این وسط موفق بود؟ ایسلند، کشور کوچیک ایسلند. چی کار کرد؟ گفت شما آمدید در بازار بورس ما رو آلوده کردید، کشور ثروتمند ایسلند رو ورشکسته کردید. حالا که ما رو ورشکسته کردید، ما نه بدهکاری خودمون میپردازیم و نه اینکه جایی که نمیتونیم بپردازیم نمیپردازیم، به این علت که ریسک جزء لازمه معامله هستش. بنابراین نپرداخت، قشنگ برداشت پول خودش رو خرج کرد برای ساختن مملکت خودش، هیچ کم نتونست اعتراض بکنه. بنابراین چه کار کردن؟ سانسورش کردن. مثال چیز رو ایسلند سانسورش کردن. بله بفرمایید خانم ایرجندی. بفرمایید آقای رایی، اگه صحبتتون تمام نشده من مشکلی نیست، صبر میکنم تا صحبتتون. نه من صحبت من ادامه داره، بنابراین اگر بخواید ادامه بدم همینطور ادامه میدم. بفرمایید. اوکی، پس من الان چون اینجا صحبتشو کردیم میخوام خدمتتون عرض کنم.
حالا اگر برای ایجاد آب ترس یا واقعیت داره نمیدونم، ولی فکر کنم دیگه الان هم مطلع هستیم از ورود نیروهایی توی هشت و شبی اگه اشتباه نکنم توی مشهد برای سرکوب مردم. خب من میخوام الان اینو، حالا باز حتماًم میدونم که همه فیلمی که دیشب تو نازی‌آباد اتفاق افتاده بودم دیدن، میخوام آقای رای اینو بپرسم از شما، اگه چنین باشه و نیروی بیگانه از هشت شبی عراق یا هر جای دیگه ای وارد شده باشه و به همین صورت و مطمئنا خیلی بدتر از اینی که الان خود نیروهای خود سرکوبگر خودمون دارن با مردم خودمون میکنن بیشتر بشه، اون موقع چی کار باید کرد؟ آیا همچنان باید بگیم خشونت زدایی یا چی؟ من میشم نظرتون رو بپرسم. بله، توجه به این نکته بکنیم که همیشه مزدور، این مزدورهای خارجی یا هر مزدوری میل به جنگش از میل دفاع از خود همیشه کمتره. شما حساب کنین نیروی آزور که در چیز اوکراین ایجاد کردن، یا نیروی یادم رفت اون نیروی در واقع نیروی خصوصی که چیز ایجاد کرده، روسیه ایجاد کرده که در افریقا اون همه جنایت‌ها رو کرده، حالا آورده تو این جنگ، اینها خیلی سربازای متزلزلی هستن و اینها راحت قابل خونسا کردن هستن. نیروی اونها اونجایی که میتونی با اینا ارتباط برقرار کنی براشون توضیح میدی، برای که اونا فکر میکنن ثواب میکنن، احتمالاً فکر میکنن که یه عده شورشی هستن و خامنه‌ای هم امام نمیدونم شیعیان جهان هست و اینجور مزخرفات رو تو ذهنشون هست، حالا اینجور حرفا تو ذهنشون هست و بنابراین میشه با اونا ارتباط برقرار کرد، گفت و حتی علنی کرد این جریانو. اما یه جایی میبینید که نه، اونا میانو در واقع خشونتشون بیشتر از نیروهای داخلی هستش. در اینجا نقش نیروهای خود نظامی در ایران بیشتر از ماست، اونا هستن که این نفس ایران در انقلاب 57 این گونه شد. موقعی که محمد رضا شاه آمد به تیمسارهای ایرانی گفت من دارم از ایران میرم، نظرات هایزر به جنرال هایزر امریکایی گوش بکنید، اونا زیر بار نرفتن و آمدن اعلام همبستگی کردن. همینطور سربازایی بودن که در اون چیز سرکوب نمی کردن. توجه بکنید موقعی که جنبش رشد میکنه میل به خشونت روز به روز در نیروهای نظامی کم میشه. زمان مال ماست و توجه داشته باشیم که این زمان و مکان که مال ماست ازش درست استفاده بکنیم و عجله نکنیم. یک، دو، مجبور نیستیم جایی که سرکوب میکنن اونجا بریم تظاهرات کنیم و نه میتونیم روش های ابتکاری متنوع به خرج بدیم. موقعی که میبینیم که هنوز دانشجو وارد دانشگاه نمیخواد سرکوب کنه، دانشجو باید این فکرشو بکنه که من چگونه میتونم محیط بر او بشم، برای که الان برم اون تو او محیط بر من هستش. بنابراین لازمه توجه بکنیم که نیروهای سرکوب، حتی نیروهای سرکوب خارجی رو محاصرهشون کنیم، برای محاصره کردن انواع اقسام احتکارهای انسانی رو پیدا کنیم. پیدا میشه، ما تو این زمینه بهترین تو دنیا هستیم، ما خودمون رو دست کم نگیریم. ما هستیم که روش های خشونت زدایی رو سال 57 به دنیا یاد دادیم، اروپای شرقی همینجور رفته رو و بعد نافرمانی مدنی به صورت تئوریک مطرح شده. اینا اونا نافرمانی های مدنی هم که مطرح شده میتونیم مطرح کنیم. پس در حال حاضر چه کار کنیم با نیروهای خارجی؟ لازم است هوشیارانه عمل کنیم، لازم است موقعی که داریم عمل میکنیم آنجایی که پیش‌بینی میتونیم بکنیم وارد بشیم، اونجایی که نمیدونیم چه کار میکنیم وارد نشیم. پس بنابراین در همین جنگ ایران عراق یک نکته رو برای شما بگم، در این جنگ ایران و عراق اینها میخواستن به خاطر اینکه این زورپرستا میخواستن برای اینکه عراق ایران خوزستان رو نگیره سدها رو بشکنن که تمام نیروهای عراق برن زیر آب. خب در این حالت من تمام خوزستان میرفت زیر آب، مدتی هم نمیتونستیم نفت بفروشیم، چه مدتی رو میساختیم دیگه معلوم نبود. جلوی این گرفته شد، فهمیده شد، آقای بنی‌صدر که رئیس جمهور بود فهمید، جلوی اینو گرفت و جلوی این فاجعه رو، این خیانت رو، در این جنایت رو گرفت و چه کار کرد؟ طرح آبریزی خوزستان رو به اجرا گذاشت که از قدیم وجود داشته که تمام خوزستان رو آبیاری میکردن، اون رو باز کردن و نیروهای عراقی رو چیز کردن، تخریبشون کردن به جای از بین بردن تمام خوزستان. پس همواره نترسیم از نیروهای سرکوب، حتی نیروهای خارجی،
بلکه دنبال این باشیم آیا ما راه حل مناسب رو پیدا کردیم یا اینکه نه او راه حل پیدا کرده، ما همینجور باید دنبال راه کارهای خودمون رو داریم ادامه میدیم. ما لازمه همه جانبه بکنیم این گنجنبش رو، نه فقط تظاهرات و شعار دادن ها. خیلی ممنون، بفرمایید آقای شایگان. ممنون جناب آقای رایی، بفرمایید آقای شایگان. بله ممنون که دوباره به من وقت دادین. در مورد نظر خانم بیرجندی من میخوام بگم که نیروهای مزدور همیشه برای پول میجنگن و جمهوری اسلامی طبق این چیزی که آماری که در اومده کفگیرش خیلی زمانی که به تهدید خورده، حتی برای نیروهای خودش هم پول نداره بده. برای اینا زیاد نباید نگرانمون کنن خانم بیرجندی. اما در مورد صحبت‌های آقای رایی، آقای رایی من میخوام این نکته رو یادآوری کنم که انقلابی که تو سال 57 افتاد با اون چیزی که امروز در حال رخ دادنه واقعا یکی نیست، خیلی تفاوت داره. بله شما میگید که منم موافقم خشونت از سوی هر کسی از سوی هر طرفی واقعا نباید انجام بشه، اما اینکه تو سال 57 گل بر گلوله پیروز شد، اولا که گل بر گلوله کی پیروز شد؟ بعد از 26 دی که شاه رفته بود و ارتش تقریبا به مردم پیوسته بود و غیره و ذالک. این یک. دو اینکه اصلا تو انقلاب 57 چیزی به اسم نیروی ضد شورش، پلیس ضد شورش و چه میدونم لباس شخصی و بسیج و این و اون نبودش، که یه ژاندارمری بود و حالا بعدش هم یکم ارتش اومد و سلام نامه تمام. الان هزاران هزار موضوعهای مختلف داریم، یعنی با انواع اقسام نیروها مردم دارن میجنگن. این یک. دوم این که اصلا موضوع بحث امروز خیلی جالبه، جنبش مقاومت، مردم دارن مقاومت، اصلا از روز اول مردم که نیومدن که با کسی خشونت به خرج بدن، از اول اومدن خیلی صلح‌جویانه داشتن شعار میدادن. این نیروهای سرکوبگر بودن که شروع کردن به خشونت و نفرت پراکنی و مردم دارن خودشون دفاع میکنن و مقاومت میکنن در این باره. بنابراین فکر میکنم اصلا در حال حاضر نمیشه این دوتا رو با هم قیاس کرد. یعنی انقلاب 57 بله خیلی هم خوب بود، واقعا منم موافقم که گل بر گلوله فلان، ولی امروز به نظر شما میشه به نیروهای سرکوبگر، ببخشید این کلمه رو میگم، وحشی امروزی شما برید گل بدی؟ آیا اصلا میپذیره؟ به قول خانم بیرجندی اون فیلمی که دیروز از نازی‌آباد اومده، یا فیلمی که چند روز پیش حالا اینجا کمیته جوان دانشجو، اون دانشجویی که داشتن میکشیدنش و میگفتش که بچه ها کمک ناموسن کن، اون فیلمو شما ببینید، آیا واقعا خون آدم به جوش نمیاد؟ با اون نیروها میتونی با گل صحبت کنی؟ واقعا نمیشه به نظر من. ممنونم که وقت دادیم به من. سپاس از شما جواب شایگان. من حرف شما رو کاملا متوجه هستم از لحاظ این که باید حتما تامین مالی بشن این نیروها، ولی کلا عرض من این بود که برای خشونتی که اونا بخوان به مردم کشورمون به خرج بدن، یه پرانتزم اینجا باز کنم جواب رایی، بگم خدمتون که خب همه مثلا میگن اون موقع دیگه ارتش باید بیاد پشت مردم وایسه، اون موقع دیگه ارتش باید بیاد مثلا، چون به هر حال یه نیروی خارجی اومده. ولی حالا طبق گفته ها و شنیده هایی که من حالا یه چیزایی که خوندم، من میدونم که ارتش باید در واقع با یه قدرتی که حالا هست هماهنگ باشه، یعنی دستور بگیره. الزاماً حالا ارتش بودنش تو خیابون که حالا اونم بخواد اسلحه بکشه، اینا هم اسلحه بکشن یا بخواد مثل مردم تظاهرات بکنه، نمیدونم، شاید دردی رو واقعا دوا نمیکنه تا زمانی که یه حالا همونطور که مثلا قبلا تو جلسات قبل فرمودیم یه مجلس مؤسسانی یا یک شورای گذاری یا یک شورای انقلابی چیزی به حال صورت بگیره که به حالت یک قدرت موقت باشه. بفرمایید جناب رایی، در خدمتتون هستید. بله خیلی ممنون. ببینین من هیچ پدیده شبیه هیچ پدیده نیست، چون نظر آقای شایگان در این زمینه درسته، اما انقلاب ها نکات مشترک هم دارن. اینکه گل بر گلوله اون موقع پیروز شد عوامل مختلف داشت. یکی از خواسته های دیگه خشونت زدایی که اینجا میخوام بگم شناخت واقعیت ها هست، که همینی که شما گفتید کپی برداری نیست، لازم صحیح نیست، پس اختیار زمان و مکان رو لازمه به دست بگیریم. خشونت زدایی اینه.
اختیار مکان و زمان رو مجبور نیستیم همیشه پشت سرم تون 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 کپی برداری عمل بکنیم. مکان رو لازم محیط بشیم و در این حال واقعیت ها رو شناسایی کنیم. آنجایی که قرار و لازم تحقیقات آکادمیک انجام بگیره بر روی هر کدوم از این پدیده ها، بر روی انقلاب، بر روی انقلاب کشورهای دیگه، نکات مشترک انقلاب ها، خشونت زدایی ها، همینایی که الان داریم صحبتش میکنیم همواره وجود دارن. حتی اگر شدت سرکوب زیاد میشه وجود دارن. توجه بکنید که هر چی کم دیرتر مقاومت شروع بکنیم این سرکوب ها بیشتر میشه. اون زمان در دانشگاه هم، زمان قبل از انقلاب در دانشگاه هم جاسوسی وجود داشت، پلیس در داخل دانشگاه به صورت مخفی وجود داشت، اما حالا مثلا 16 تا نهاد سرکوب وجود داره در دانشگاه، بسیار گسترده تره، تو در تو شده. برای چی؟ برای اینکه چکار کنن؟ توی زوایای زندگی مردم وارد بشن، توی تمام جاها وارد بشن و موفقن، کاملا موفق نیستن. به این علت که هر کاری که بکنن جلوی رادیو بازار گرفتنی نیست. مثال بزنم، من میتونم بگویم من عقیده من این است که فلان کار رو بکنن، ولی من میتونم توی گفتگوی شفاهی بگم من همچین چیزی رو از فلان کس شنیدم، به جای اینکه بگم خودم گفتم. طرف میاد میگه تو این چه برای چی گفتی؟ من شنیدم، خواستم ببینم چه خبره. دیوار آشا اینجا در مقابل کسی که دروغ میخواد بگه بالاست. چرا؟ برای که اون حصار دروغ رو گذاشت، بالا گرفته و شما رو تو این حصار نگه داشته. در این حصار، برای شکندن این حصار لازمه بگید که چی؟ نه من اینو شنیدم، مطرح کردم. دروغ گفتی؟ نه واقعا همون چیزی که شنیدین گفتی، اون چیزی که قبلا شنیدید گفتی. بجن که پس لازمه اینا اینو میدونن که هر چی که میخوان کنترل بکنن کامل نمیتونن کنترل کنن. اینا میدونن که همون نیروهای سرکوبشون موقعی که پای درد دل میشینن خودشون هم انتقاد میکنن. من پدر من رئیس بازرسی شاهنشاهی زمان شاه بود در قسمتی از گیلان. پدر من تو خونه که میومد کلی انتقاد میکرد. ماها بچه‌هاش که بودیم اون انقلابو داشتیم انجام میدادیم، پدر ما با ما بحث میکرد، آخونده این گونه هستن، آخونده اون گونه هستن، اینا رو میگفت به ما، اما خودش از اون رژیم میدونست که چه اشکالاتی وجود داره. بنابراین میبینید که زمان آزادی که میگم بی نهایته، زمانی هرچی میخوان محدود بکنن شدنی نیست. یه جایی رو محدود میکنه، یه جایی میزنه بیرون. چه کار میکنن؟ خشونت وجود داره، مقاومت وجود داره. خوش با خشونتی که وجود داره مقاومت رو از جایی به جایی منتقل میکنن، سرکوب نمیتونن بکنن. یعنی از خواسته های زور این هستش که به اون هدفی که میخواد بگه هرگز نمیرسه. میگه من میخوام این اقتصاد زورکی رو درست کنم، این اقتصادی که در اینجا میخواد درست کنه، ولی نمیرسه به اون. برایش مجبوره بحران با بحران انباشته کنه، نمیرسه. همینطور در زمینه های سرکوب. پس درسته که در اینجا سرکوب بیشتره، درسته که این انقلاب عین اون انقلاب نیست، اما این انقلاب هم میتوانه راه حل پیدا کنه و ما این سرکوبی که اینا میکنن بدتر از این هم در جای دیگه دنیا وجود داشته، انقلاب هم کردن و از بینش بردن. و بنابراین در کشور ما درسته که از انقلاب خشونت شاه بیشتره، بنابراین چون خشونت بیشتره ابتکار عملهای ما لازمه بیشتر باشه، تدبیرهای ما لازمه سنجیده بشه. مثل همین واقعیت سنجی ها بررسی کنیم که این که داره اینجا منو سرکوب میکنه و در این زمینه آمده نمیذاره من حرف بزنم، چگونه میتونم حرف بزنم و سانسورشو بشکنم؟ چگونه میتونم راه حلی رو که فکر میکنه میخواد به من نشون بده که راهی وجود نداره، ناامیدی هست، زندگی همش امیده، این میخواد بگه ناامیدیه، میخواد چیکار بکنه؟ یه فاتالیسمی رو به خورد ما بده، یک جبرگرایی رو به خورد ما بده، در صورتی که ما میدونیم ذهن انسان آزاده، هموارم رو راه حل پیدا میکنه. بنابراین باید بگردیم ببینیم که چگونه میتوانیم این راه حلای جدید رو پیدا کنیم. جاهای جدیدن، جاهایی هم همون تکرار هم راه حل هستن. پس نکته دیگه که الان دارم اینجا برای شما مطرح میکنم، غفلت نکردن از واقعیت ها و همسو شدن با اونها و سود گرفتن از واقعیت های جدید هستش. یعنی می توانیم واقعیت رو شناسایی کنیم، ضعف ها رو پیدا بکنیم، نقاط قوت رو پیدا کنیم، راه حل هایی رو که می تونیم به صورت فردی یا جمعی پیدا کنیم اونا رو شناسایی کنیم. این عین خشونت زدایی است. در فرض که آدمی رو این زور پرست رو تو زندان میذارن، اما عقل آدم که آزاده، در اندیشن در فضای بیکران ذهن آزادی قرار داریم و می تونیم چکار کنیم؟ این قدرت رو در واقع خونساش کنیم.
افزون بر این در هر مکانی پدیده‌ای وجود دارن که به کار خوشدادن از زدایی میان. برای مثال بر شما بگم، حالا شما مثال سرکوب ها رو گفتیم، مثال بزنم در تجاوز عراق همونطوری که گفتم میخواستن چکار کنن؟ صدا رو بشکنن. ما در فکر فهمیدیم از طریق آبیاری میشه این کار کرد. یا همینطور میتوان راحل های اقتصادی رو میگن راحل نداره، دستی که میشه قشنگ نشون داد که راحل داره. بنابراین با اطلاع به موقع از ویرانگری ها میشه چکار کرد؟ با واقعیت ها میشه راحل ها رو پیدا کرد. اونجایی که راحل پیدا نمیشه، یا اینکه یا اطلاع به دست ما نرسیده، یا واقعیت ها خوب شناسایی نشده، یا اینکه ما آمدیم به جای فکر کردن مصرف کردیم فکرهای دیگر رو، به جای اینکه تولید کنیم و این واقعیت ها رو به طور مستقل شناسایی کنیم. واقعیت خشونت زدایی دیگه بیرون رفتن و بیرون بردن زورمدار از مدار بسته هستش. بنابراین هم باید از مدار زورگو بیرون بریم و هم که زورگویان رو تشویق کنیم و راهلهایی رو نشون بدیم که از این مدار بیرون بیاد. عقل طبیعی ما میدانه که تهدید کننده خود زندانی مسار هست، خود زندانی و مدار بسته است. مثال بزنم، همین سرکوبگرا رو شما گفتی، حالا یه دزد مست مثال بدیم، همین سرکوبگرا که میاد تو خانه یه خونه میخواد دزدی بکنه، صاحبخونه رو اگه بکشه میشه قاتل که دیر یا زود گرفتار مجازات میشه. اگر مال رو ببره صاحبخونه نکشه، مالش رو ببره صاحبخونه، دنبال مالش میفته، احتمال داره که گرفتار بشه. بنابراین خودش به طور در این حالت دزدی که قرار داره، این وضعیت دزدی خودش میده، خودش میدونه در وضعیت ضعف قرار داره، موقعیت ضعیفی که متجاوز بودن او رو قرار داره. پس بنابراین ما در حالت مقاومت ضعفی نداریم، و یا اگر شناسایی کنیم ضعف ها رو میفهمیم که اونا ضعف نیست، اما او با سرکوب یا با دزدی یا با قتل میدونه که خودشو در موقعیت ضعیف قرار داده، موجودی هستش که نمیتونه مثل سابق زندگی کنه. اگر اشتباه نکنم تولستوی یک مثالی در این زمینه میزنه که یه جوونی میگه من برای اینکه بتونم تحصیل کنم این پیرزنی که ثروتمنده رو میکشم و بعد چیکار میکنم؟ با ثروت رو میام تحصیل میکنم و بعد با تحصیل و ثروتی که کسب میکنم میام به خیرات میکنم. توجه نداشته این جوان با کشتن اون زن از دینامیک انسان رفته تو دینامیک قتل، و بنابراین دیگه اون انسان سابق نیست. اینو تولستوی قشنگ توضیح میده، دیگه اون انسان سابق نیست. پس هر سرکوبگری در موقعیت ضعفه و لازمه که حوصله کنیم، صبر کنیم، نمد مالشون کنیم، همونطوری که در تاریخ خودمون بارها کردیم. داستان نمد مال رو نمیدونم میدونید یا نه، زمانی که خلفای بنی عباس بودن، این هارون رو میگفتن اگر بکشید زمین به آسمان میره. یه هوشمندی آمد گفت حالا ما اینو اگر برای اینکه ببینیم که واقعا زمین به آسمان میره یا نمیره، میایم نمد مالش میکنیم. هی یه خود فشدار بیشتر میاریم، دیدیم خبری شد، مشکلی پیش اومد، دوباره نمد مالی رو باز میکنیم. اگر دیدیم فشار هی فش اینقدر فشار دادن تا کشتنش، دیدن هیچ دنیا آسمون به زمینم نشد. پس نمد مالی رو ما ایرانی ها بلدیم، میدونیم چگونه میتوانیم نیروهای سرکوب رو عقب بنشونیم و چگونه میتوانیم ضعفشون رو یواش یواش نشون بدیم بهشون. مثال بزنم، در جنبش تنباکو خود دربار سلطنت هم خانوم های یعنی ملکه ها یا زنان پادشاه، ملکه و زنان پادشاه غریان حاضر نشدن برای شاه بیارن. یعنی این رابطه اطلاعات به درون دربار هم نفوذ کرده. حالا این نشان دهنده این هست که کار سخته، حق با شماست، کار سخته، پیچیده است، اما بیراه حل نیستیم. من میام پایین که دوستان صحبت بفرمایند. ممنونم جناب رای گرامی. آقای سلطانی دستشون بالا هست، منتظر هستن. فقط یه نکته خیلی کوتاه من عرض کنم. فکر می‌کنم حالا شاید دوران انقلاب 57 خشونت به اون صورتی که بود الان هست در واقع نبود، شاید یکی از دلیلاش اینه که هر روز ما داریم از طریق فضای مجازی به هر حال فیلم ها و اتفاق اون جنایتی که داره در حق مردم میشه رو میبینیم، و شاید اینا خب به هر حال خودش تولید خشم میکنه در درون
آدم ها. شاید اون زمان خب مردم نمی دیدن، حتی اقل اون عده‌ای که تو خیابون بودن و تو خود صحنه بودن شاید چیزایی رو می دیدن. شاید مثلا تفاوت زیادی که داشته باشه انقلاب الان با انقلاب 57 بیشتر در این باشه که اینا هر روز دارن خشم مردم رو بیشتر میکنن با کاری که انجام میدن. جناب سلطانی بفرمایید، شما عذرخواهی میکنم که خیلی منتظر موندید. با درود خدمت همه دوستان، ممنونم که وقت رو به من دادیم. من میخواستم یه اشاره بکنم به صحبت آقای شایگان که به درستی در مورد خشونت زدایی از خانواده صحبت کردن. مرحله بعد از خانواده آموزش پرورش هست که به آموزش پرورش متاسفانه از همون بچگی خشونت رو تو وجود تمام ماها نهادینه کرده، کما اینکه الان هم امروز هم داریم میبینیم تو مدرسه ها چه اتفاقاتی داره میفته و چه رعب و وحشتی دارن تو دل دانش آموزا به وجود میارن که هممون هم میدونیم. و از طرفی من سوالم از آقای رای اینه، ما الان تو ایران هستیم و کف خیابون من دارم رد میشم، نیروهای سرکوبی ارمیان ماشین منو خورد میکنن، منو میارن پایین کتک میزنن، من این وسط چجوری باید خشونت زدایی کنم؟ با چه زبونی باید با اینا حرف بزنم؟ یا اینکه تو خیابون میبینیم مادر خواهر ما رو دارن با وحشیانی ترین وجه ممکن دارن کتک میزنن. اینو سوالم اینه که چجور باید با این مسائل ماها مقابله کنیم؟ ممنون میشم اگر آقای رایی توضیح بدن. بله خیلی ممنون. ببینید آقای سلطانی، به چند تا نکته توجهتون رو جلب میکنم. یکی این که راه حل جمعی راه حل فردی نیست، یعنی یکی همونطور که شما درست توضیح دادید یکی بره جلو این داره یکی خانمی رو میزنه بریم نصیحتش بکنیم، راه حل نیست. راه حل جمعی راه حله، اونجایی که داره یه خانم میزنه لازمه همه با هم جمع شیم یک عقل جمعی به وجود بیاد که بریم دفاع کنیم ازش، با نسیم تماشا کنیم. یا موقعی که در یه جایی یک 20 نفره مثلا در دانشگاه میایم میبینیم همه رو دارم فرارش میدن، لازمه تصمیم بگیریم که باندهایی درست کنیم در اینجور موقع ها. یعنی هرگاه معرفت ما پایین تر از معرفت دشمن باشه، دشمن شکست میده ما رو. او که راه حل های حمله رو پیدا کرده، ما لازمه راه حل های دفاع رو پیدا کنیم. یک نکته این. نکته دوم این هستش که همونطور که گفتم لازمه توجه داشته باشیم به این ضعف قوای سرکوب و بنابراین میدانیم که اونا در موقعیت هستن که اون چیزی رو که میخوان قدرت نشون بدن خودشون هم میدونن قدرت نیست و بنابراین موقعی که سرکوب میکنه، موقعی که کودتا میکنه، موقعی که میاد علیه توانایی شما استفاده میکنه اون محدوده. آمده چه کار کرده؟ راه سرکوب مثال بزنم، بسیج و فرستادن اسرائیل که راه سرکوب یاد بگیره، بنابراین یه سری چیزایی رو یاد گرفته. و یا حتی بر شما چه ارتش رو مثال بسیج رو دارم میزنم بر شما، برای اینکه بتونن جنبش آزادی بخش فلسطین رو سرکوب بکنن، اسرائیلی ها به این رژیم ولایت فقیه فرصت دادن که چکار کنه یه نیروی 5000 نفری این فلسطینی ها رو درست بکنن که در مقابل جنگ باشه با چیز. کی اون کار کرده؟ کی اونا رو مورد همین رژیم ولایت فقیه؟ پس میدونیم که این بازی ها رو میکنن و میدونیم که از علومی که وجود داره برای سرکوب استفاده میکنن و کار آکادمیک میکنن در این زمینه. لازمه که ما کار آکادمیک رو در اختیار جوان ها بذاریم، در اختیار مردم بذاریم. خشونت زدایی که دارم به شما میگم یک قسمت این کاره، ولی اینکه چگونه دفاع کنیم، انواع اصلا روش های جای دیگه امتحان کردن دیگه میدونن. و حالا شبکه های اجتماعی رو ایرانی ها خوب استفاده میکنن، میشه در شبکه های اجتماعی استفاده کرد برای انواع اصلا این معرفت ها. اما اینکه ابتدا به ساکن همین الان راه حل داشته باشم، نه، در خیلی زمین ها ندارم. زمان ما درازه، ما میدانیم که فرسایش در این رژیم روز به روز اضافه میشه، اما اگر مقاومت نکنیم وایسیم خودش بیفته، نه خودش نمیفته، وایسیم که سایه خودش بیاد، نه سایه خودش نمیاد. لازمه اقدام کنیم و مقاومت خودمون رو روز به روز معرفت خودمون رو بر این اضافه کنیم. موقعی که معرفت حقوقی ما اضافه شد،
اون زمان عمل ما هم گسترش پیدا میکنه. میدانیم که این نیروهای سرکوب در حال حاضر از ترس استفاده میکنن. شما حساب اینو بکنید که این ترس حالا که ریخته به طور کامل بریزه، هر بار که بخواد این سرکوب بکنه ببینه که نه، مردم این وسط مقاومت میکنن، مجبور شه کار کرد، تکتیرانداز راه دور بزنه و نمیدونم از این بازی ها کنه محدوده. پس بنابراین میدان عمل مال ماست، ما لازم محیط بر عمل بمانیم، محیط بر مکان بمانیم و معرفت ما برتری پیدا بکنیم بر معرفتمون. مثال بزنم، سازمانی که هنوزم مبارزه مسلحانه اینا میگن همه شکست خورده ها هستن با هم علیه این رژیم، امتحان کردن و باز دوباره اینو دارن میگن. پس لازمه که دقیقاً شناسایی بشه چه ضعفایی وجود داشته که شکست خوردن از این. توجه داشته باشیم که ارباب همیشه میخواد نوکرش هر شنوایی داشته باشه ولی به قوی تر از همین اونای دیگه باشه. چرا؟ به این علت که بتونه اون رو سرکوب کنه. برای خودش نمیخواد، اما برای پایین‌تریا میخواد. چرا؟ به این علت که میخواد منابع شبکه جهانی قدرت، میخواد منابع رو در اختیار داشته باشه، میخواد اقتصادهای تک محوری ایجاد کنه، میخواد که این رژیم جناح مثلا اصلاح طلب نمیدونم یه مقدار آبرومندانه داشته باشه که تو به مردم خودش بگی که حالا اگر من از این رژیم دفاع میکنم اون جناح آبرومندانه شو دفاع میکنم، ولی مستقل رو نمیخواد. چرا نمیخواد؟ به این علت که میخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه. برای شما در بعضی از جلسات گفتم، تکرار میکنم اینجا، از جنگ جهانی دوم تا حالا تو خاورمیانه هر بار که یک جنبش جمهوری خواهی یا شبیه دموکراسی خواهی بوده سرکوب شده. امریکا هیچ وقت طرفش رو نگرفته، طرف دموکراسی رو نگرفته. شما میتوانید من برای شما یه بار اینجا 25 اقدام که قدرت‌های بزرگ میتونن انجام بدن رو گذاشتم برای شما. از جمله این هستش که شما که میخواد با این رژیم های ارتباط داشته باشید، در سطح کنسولگری ارتباط داشته، در سفارت ارتباط داری، به معنی به رسمیت شناختن اینه. چرا دستگاه سرکوب به اینا دادی؟ چرا میای موقعی که داری با این رژیم ما برخورد میکنیم، شما جاهایی میایید اعلام میکنید بله ما از جنبش مردم ایران دفاع میکنیم اینا. شما خیلی راحت میتونید سالهاست این مطرح از خیلی راحت میتونید برای که به مردم ایران کمک بکنید انترنت مجانی در ایران ایجاد کنید. انترنت مجانی رو چرا نمیکنید این کارو؟ چجوری در چیز در اوکراین ایجاد کردن؟ حالا هم که میخوان ایجاد بکنن در ایران صحبتش هست، هر دستگاه 2000 دلاره. مردم چجوری 2000 دلار بیارن دستگاهی چیز رو بخرن؟ پس همکاری دارن. ما توجه داشته باشیم با یک جنبشی سرکار داریم که این جنبش نمونه میتونه بشه و بنابراین سرکوب ها گسترده است و لازم است نترسیم، توجه کنیم برخوردهای ما از حالت قهرمان بازی ها در بیاد و برخوردهای استراتژیک بشه. عقل هوش عاطفی یعنی این که از قهرمان پروری، قهرمان بازی بریم طرف برخوردهای استراتژیک. موقعی که ما آمدیم استراتژ شدیم، آمدیم مقابله خودمون همه جانبه کردیم، به این معنی است که همونی که آقای شایگان گفت، بله گفت درست است که سرکوب گسترده شده، اما مقاومت ما هم میتوانه گسترده بشه. چون سرکوب رو گسترده کردن ما بیراحت میشیم؟ نه، این میشه ناامیدی. با قول درویش ها در ایران میگن بزرگترین گناه ناامیدیست. ناامید شدن یعنی دست رو دست گذاشتن. موقعی که جنبش گسترده تر میشه او جاش کم میشه. یعنی شما هرچه فضای آزادی رو زیاد بکنید، فضای قدرت تنگتر میشه و هرچی شما خلا ایجاد بکنید فضا رو پر میکنه. بس لازم یکی از خشونت زدای دیگه این است که خلاها رو پر کنید. از جمله این پر کردن این خلاها از بزرگترین خشونت زدایی ها هستش. هر جایی که میبینیم که راه حلی نیست، خود به خود میاد اون رو پرش میکنه، یه شبه راه حلی میذاره. موقعی که شما میخواد تحول انقلاب بکنی چه کار میکنی؟ موقعی که پس میشینی یا نصفه مقاومت میکنی چه کار میکنه؟ میاد برای شما داستان درست میکنه که انقلاب خشن است و اصلاح خشن نیست و نمیدونم شما اگر مقاومت نکنید بکنید به نتیجه نمیرسید، در اینکه این رژیم خیلی دیگه خیلی خشونت میکنه و در صورتی که همه خشونت ها، همه سرکوب ها تا حال حاضر در طول تاریخ همیشه از بین رفتن و اگر جنبش ما به سرعت پیروز نمیشه برای که یه بزرگ قسمت بزرگی از مردم شرکت نکردن درش.
شما موقعی که میبینید یک الان مثلا امروز دانشگاه گیلان آمدن اعلام کردن فقط کمتر از 50 استاد از 600 استادشون اعلام همبستگی با دانشجوها کردن، یعنی 500 بیش از 550 تا اعلام همبستگی نکردن. خب ما که همچین وضعیتی داریم تعجب نکنیم که جنبش ما به راحتی پیروز نمیشه. بفرمایید آقای شایگان. ممنون جناب آقای رئیس. آقای شایگان ما در اختیار شما. بله سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم که همش مزاحم میشم و حرف میزنم. البته در در ادامه صحبت های آقای رایی من میخواستم بگم امروز من داشتم به سختی با تهران با یکی از دوستان صحبت میکردم و این حس ناامیدی تو صحبتهاش بودش. خب چون خب خبرها به گوششون نمیرسه، اینترنت قطع خیلی به سختی هست و این فیلم هایی هم که متاسفانه یهو گسترش پیدا میکنه، من همیشه به همه دوستان میگم آقا این فیلم های زد و خورد و زیاد پخش نکنین، اتفاقا فیلم پیروزی مردم رو پخش کنین، فیلم های مثلا اون دانشجوها که میرن مقاومت میکنن یا فلان اینا، مردم باید یه ذره بهشون حس امید داد. حالا بگذاریم، این دوست من خیلی حس ناامید داشت که من یه ذره براش توضیح دادم نه اینطور نیست و اتحادیه اروپا این کارو کرده و حالا درسته کمه ولی به هر حال دیگه میدونید اینا بارقه های امیدیه که تو دل این بچه های ایران داره روشن میشه. حالا جوانای ما دارن متاسفانه پرپر میشن، من اینو میدونم، خیلی هم واقعا ناراحتیم هممون، ولی امیدوارم که زودتر این اتفاق بزرگه رخ بده. یه موضوع دیگه هم اگر وقت داشته باشم بگم که من یه آشنایی دارم که سپاهیه، اینو یه بار فکر کنم قبلا گفتم که این تو سال 88 هم یه اتفاقاتی افتاده فلان کاری نداریم، این داشت توضیح میداد که همین الانش هم یه عده ای از بدنه سپاه بازداشت تو بازداشت خود سپاه هن. یعنی تمرد از دستور کردن یا به هر دلیلی تو بازداشت خود سپاه هن. تو تهران و اصفهان، یعنی ریزش داره از خود سپاه هم صورت میگیره. من اینا رو دارم میگم واسه اینکه میگم که بیایم امید رو افزایش بدیم تا ناامیدی رو، من واسه همین دارم اینا رو میگم. بنابراین من فکر میکنم که ما داریم راه درست میریم، یعنی مردم ایران دارن راه درست میرن و امیدوارم که زودتر این اتفاق بزرگی بیفته و هزینه کمتری بدن مردم. ببخشید من زیاد حرف زدم، ممنونم. خواهش میکنم، ممنون از مشارکتتون آقای شایگان. من دقیقا فکر کنم 4-5-6 روز گذشته بود از این جنبش بچه های ایران و کمیته زنان هم بود اتفاقا. من دقیقا همین حرف رو همون اول زدم و گفتم که من تو اینستاگرام هم دارم فیلمایی که بچه ها پلیس ها رو فراری میدن و میذارم، برعکس که یکی از همکارای عزیزمون اتفاقا معترض بود به من و گفتن که شما داری سانسور میکنی و دنیا ببینین چه جنایتی دارن میکنن، که من گفتم به نظر من دنیا اونی که باید از اون طریقی که باید ببینه. من برای مردمی که تو ایران دوست و آشنایی که دارم میبینن دارم اینو میذارم که امید و به قول معروف تو دلشون داشته باشن، ناامیدشون نکنم. بله حالا مطمئنن این فیلم ها همه جای دنیا هست و کسایی که باید ببینن میبینن، نبینن هم میدونن چه خبر هست تو کشور ما. خانم فرایی گرامی بفرمایید، من در اختیار شما. سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمام همکاران و جناب آقای رایی عزیز. جناب آقای رایی، من امروز یه پست توی اینستاگرام دیدم، مثلا نوشته بود ورود ماموران به دانشگاه باید بررسی بشه، اما این دلیل نمیشه که دانشجوها بخوان فحاشی کنن. خب وقتی یه دانشجوی واقعا هیچ سلاحی الان مردم ندارن و وقتی اینقدر عصبی میشن، وقتی که میبینن همکلاسیشون بی دلیل داره توی کلاس درس اجازه ورود بهش داده نمیشه، اجازه ورود به دانشگاه بهش داده نمیشه،
و اینکه مثلا توی سلف سرویس خب حالا بعضی از دانشگاه اومدن مختلط کردن خودشونو، ولی باز هم با سرکوب نیروها مواجه هستن. میشه لطفا این موضوع رو برام بازش کنید ببینم چطوری هست؟ ببخشید البته این سوال من بود. ممنونم که مایک رو در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم. جابرایی بفرمایید، من در اختیار شما. علی خیلی ممنون، خیلی ممنون از سوال شما خانم فراری. فرایی دیروز خانم ثابت جواب دادن این سوال شما رو، موقعی که من مطرح کردم شعار هیستویی هرز تویی زن آزاد منم، ایشون این نقد رو گفتن که این هم من مجبور نیستم برای دفاع از خودم تحقیر کنم اون کسای دیگر، احتیاجی نیست، من میتونم این رو در واقع این شعار خودم رو در واقع کاملش کنم و قسمت دومش که تغییر توشه اون انجام ندم. پس بنابراین این سرکوبگرا رو دارم میگن دیگه، هیز و هرزه اونا رو دارم میگن، اونایی که خودشون نگاه منفی نسبت به زن دارن. حالا یکی از خوشون از زدایی همین تبعیض هست، رفع تبعیض هست و از جمله و مهمترینش هم علیه زن هاست که توضیح خواهم داد. ولی شما موقعی که به محض اینکه آمدید اون عصبانی شدین و بر روی عصبانیت عمل کردید، یعنی هیجان خودتون رو تنظیم نکردید. اینجا گفتم هیجان ها کدوم هست، ترس سورپریز یعنی حیرت، غم، بیزاری، خشم و شور و شعفه، این هست. پس بنابراین موقع که اینا رو اگه تنظیمش بکنین، احساس شما تنظیم شده است و راه حل های شما هم تنظیم شده، ولی نکنین میافتیم تو این بازی که من عصبانی شدم و خیلی فشار زیاد آمده و تنظیم نشده گولش و رژیم چیکار میکنه؟ رژیم ابتکار عمل نداره که، اون کپی میکنه. شمایی که خصمانه میشی من بدتر میکنم. مثال بزنم، اول اینکه ما سال 57 که انقلاب کردیم، پشت سرش این نیروهای استالینیستی داخل ایران اینا میخواستن انقلاب دوم رو بلافاصله انجام بدن، میگفتن انقلاب سرخ انقلاب دومه، انقلاب اول دست خورده بوجوازی میفته و برای این اونا که لیاقت اینا ندارن که خورده بوجوازی انقلاب نگذاره، بنابراین ما باید انقلاب اصلی رو که انقلاب سرخ انجام بدیم. و میامدن چیکار میکردن؟ در خشونت ها شرکت کردن. که این خشونت شرکت کردن یعنی چی؟ این طرف اینا میخواستن انقلاب دوم انجام بدن، اون طرف اونایی که طرفدار رژیم پهلوی بودن مثل تیمسار آریانا و اینا میخواستن جنگ رو تو مناطق مرزی انجام بدن. بنابراین این طرف هم این زورپرستای الانی که میبینین، اون موقع کمیته و نمیدونم سپاه پاسداران و اینا رو درست کرده بودن، اینا چیکار کردن؟ کتاب مانیفست رو خوندن. اینو کی میگه؟ این آقای اکبر گنجی میگه. کتاب مانیفست رو خوندن، این اون کاری که اونا میخواستن بکنن اینا میکردن. کار به جایی رسید که با سال 60 اومدیم هر روزی 1500 عملیات چماخکشی و زورگویی رو انجام میدن. گزارش چیز بود، سازمان اطلاعات ارتش بود به رئیس جمهور آقای بنی صدر موقع، 1500 عملیات تخریب انجام میدادن. پس در واقع شما موقعی که میافتید از جنس رژیم میشید، رژیم سوء استفاده خواهد کرد. مردم لیاقت همین بازی ها رو دارن. من فوش میدم، من سرکوب میکنم، مگه او منو فوش نمیده؟ مگه او چیز نمی کنه، منو تغییر نمی کنه؟ پس یکی از روش های خشونت زدایی فرصت ایجاد کردن برای هور شدن اوناست. حالا اون که همه هور نمیشن، همه اون سرکوب را نمیشن، اما شما بهانه رو باید از دست بگیریم. ما این کنه این که بتونیم اونها خودشون رو عوض بکنن، برشون گذاشیم خودشون رو استفاده نمی کنن. او ضعیفه، نمیخواد فرصت خودش استفاده بکنه. من انسان مستقل هستم، من انسان توانا هستم، من انسانی هستم به صورت طبیعی و حقوقی هستم، من راه حل دارم. اویی که راه حل های گوش نمی کنه و چه کار میکنه؟ چون راه حل نداره، بحران پشت بحران ایجاد میکنه. میخواد یه مسئله رو حل بکنه، نمیتونه، بحران ایجاد میکنه. بعد میخواد بحران بعدی رو مشکل حل بکنه، چه کار میکنه؟ چون راه حل باز نداره، دوره بحران دیگه جاش میذاره، همینطور ادامه میده. پس انسان طبیعی راه حل یابه و احتیاجی به این که بیاد از وسایل اون استفاده کنه نداره. خانمی که شوهرش انسان تندخویی هستش احتیاج نداره با تندخویی به جواب بده. تو این خونه اگر خانم درست برخورد بکنه، حداقل یک طرف از دو طرف یعنی درست برخورد کنن، بچه ها میشن یار مامان علیه بابا، از جمله فامیل میشن یار این مامان علیه بابای.
من یادم میاد توی خانواده خود ما، خانواده خود من یه زن و مردی با هم کودک‌کاری داشتن مرتب. بعدش هم میامدن پدر مادر من میخواستن دخالت بکنن، نمیتونستن خوب دخالت کنن برای که هر دو مقصر بودن. و شما حساب کنید یکی از این دو نفر درست عمل میکرد، خب شما تمام قوا رو جمع کردی برای خودت. حالا ما ممکن است از تمام قوا بلد نیستیم استفاده کنیم. حالا علتش هم این هستش که میزان اعتماد به همدیگه تو جامعه ما آمده پایین. در جامعه مثلا دانمارک شما تصور رو نمیتونید بکنید یکی بیاد همسایتون رو بزنه، هیچ کی ساکت، همچون ساکت بایستن. اولا نهادهای حقوقی وجود پیدا کردن مثل پلیس و اینا، اصلا هم اگر چیز باشه همسایه اصلا دانمارکی فکر میکنه که من اگر همسایه من وضعش خراب باشه وضع منم خرابه، بنابراین دست به عمل میزنه و کمک میکنه. ما در ما این پایین آمده اما به صفر نرسیده و میتوانیم. ما در واقع لازمه نه تنها از جنس اونا نشیم بلکه خشونت زد تبعیض ها رو هم برداریم و مقابله کنیم با تبعیض ها. از جمله همین تبعیض که شما نیروی سرکوب که اینجا هستی، شما احتیاج داری به گفتگو. باید اگه بذاری باید گفتگو کنم، نظاری هم نمی کنم با تو، من کاری بهت ندارم. اما زمانی که فرصت ایجاد میشه یکی از به سر سیاست در حقوق‌مندی استفاده از فرصت ها هستش و تدبیر و مقدم کردن تدبیر بر مصلحت سنجی های هستش که میشه و تقدیر نویسی های هست که رژیم ولایت فقیه برای ما میکنه. تبعیض علیه زنان رو توجه داشته باشیم یک فکر یونانی زده ای که به اسم این آخوندها و اینها آمده جامعه ما، لازم این توجه کنیم که دون زن رو دون انسان میشمارن آخوندها. در واقع منبع هوش، هوس و شهوت حساب میکنن، شیء جنسی حسابش میکنن. بنابراین حجابی که میگین نه که فکر کنین همینجور تصادفی یا چیز، نه اینجوری فکر میکنن، راه حلی هم مطابق با فکر خودشون ایجاد کردن انگاشتن و بنابراین تولید زور میکنن. و بدین به خاطر همین تبعیض زدایی لازمه از رفع تبعیض نسبت به زنا در جامعه آغاز بشه. چون به شما لازمه توجه کنه که زنا جلوان احترام بذاره به این، برای که تبعیض از رفع تبعیض از زنا شروع میشه، بعد از اون میره رفع تبعیض در خانواده مطرح میشه و همینطور رفع تبعیض به زیان طبیعت و اینا مطرح میشه، اما از لازم از زن شروع بشه. پس این خودش راه حله و توجه داشته باشیم که زن و مرد برابرن. تفاوت زن و مرد تفاوت انسانها با هم هست در سبقت گرفتن در معرفت و اخلاق. تمام رقابت های انسانی میتوانن ناصحیح باشن یا اینکه میتوانن اصلا حذف بشن. یه جایی هم مثل رقابت های ورزشی میتوانه به عنوان تفریح یا به عنوان اینکه توانایی ها رو نشون بدیم، توانایی استعدادهای در رو نشون بدیم ارزش بشه، ولی رقابت در اخلاق و رقابت در معرفت هست که تفاوت ایجاد میکنه بین زن و مرد. بقیه تفاوت‌ها تفاوت‌های عارضی هستن یا تفاوت‌هایی هستن که معنی نابرابری انسان‌ها رو با هم ندارن، نابرابری زن و مرد رو با هم دیگه ندارن. بنابراین زن و مرد حقوق ذاتی یکسان دارن، زن و مرد استعداد دوست داشتن دارن. از این رو صحبت آقای شایگان ارزش پیدا می‌کنه. اگر توی خونه‌ای بر مبنای دوست داشتن رابطه زن و مرد تنظیم نشه، در واقع اونجا زادگاه خشونت میشه و لازمه بنابراین در این جنبش رابطه های خشونت در خانواده یواش یواش شناسایی بشن، گفتگوها بشه و در این گفتگوها مردم با هم دیگه توجه کنن به این نکته. و عدالت رو به مسابقه میزان لازمه همه در نظر بگیرن، نه به عنوان هدف. شما شوروی سابقه نگاه کنید، 70 سال اینها دنبال عدالت بودن، هرگز هم اون رو عدالت نرسیدن. میان پایین که آقای شفایی صحبت بفرمان. سپاسگزارم جناب رئیس. دور جناب شفایی من در اختیار شما بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام دوستان، خسته نباشین. من زیاد نمیخوام دخالت کنم تو بحثا، فقط من دو تا پیام دیدم. یکی از دوستان میگفت واقعیت رو بگیم نگیم. به نظر من واقعیت گفتن همیشه کار درسته،
یعنی شما وقتی وقایع و سالم در اختیار مردم قرار بدی، اونها تصمیم میگیرن که چه بکنن. ما وقتی خودمون تصمیم میگیریم که مثلا یه بخشی رو بگیم یه بخشی رو نگیم، در واقع ما داریم برای مردم تصمیم میگیریم و این کار کار درستی نیست. ما وظیفمون آگاه کردن و افشا کردنه. این نباید درش خلأ باشه، نباید ما تصمیم بگیریم که این کار رو بکنیم که اونا خوشحال بشن، یا این کار رو بکنیم که اون یکی ها بترسن. اصلا اینا به نظر من درست نیست و ما اجازه باید بدیم خود مردم تشخیص بدن که چه کاری انجام بدن. من نوشتم دیدم کسی عکس‌العمل نشون نداد، گفتم زبانم بگم خیلی بهتره. من واقعا باورم همینه، واقعیت بهترینه. یه مثالم میزنم، حالا چه کوچولو وقتم دارم. یه دوره‌ای مد شده بود میگفتن رفراندوم، یعنی یه دوره یه گروه های جمع شده بودن، از حالا مهم نیست، از احزاب مختلف اعلام میکردن که ایران باید رفراندوم بشه. سال 2002، 2005، 2008، 2010 مرتب اعلام میکردن. در یه جلسه من به این قضیه اعتراض کردم، تو آقای گلزار هم تو اون جلسه بودن، 6 تا سخنران بود غیر از آقای گلزار، 5 تای دیگه همه اعلام کردن که الان وقت رفراندومه. من گفتم چرا مردم رو گول میزنید؟ برای اینکه وقتی میگید رفراندوم، اول باید فکر کنید که چگونه میخواید رفراندوم کنید. این جمهوری اسلامی که اصلا نمیپذیره. خب حالا باید یه گروهی از سازمان ملل با ضرب و زور بیان 500,000 صندوق بیان بالا سرشون بیستن، تقلبم نشه و بعد رفراندوم کنید. خب من شدنی این کار؟ اگر میخواین شعاری بدین، شعاری بدین که مردم بتونن باهاش حرکت کنن. یکشون برگشت گفت مثلا چه شعاری؟ گفتم بگم آزادی بیان، مردم حق آزادی بیان دارن. بگی این جمله جمله غلطیه، هر جا بگی جایگاه داره، هر چی هم بگی راسته، مردم هم میتونن روش فکر بکنن که آزادی بیان چی هست. اینه در واقع، اینه که من معتقدم که دوستان اصلا سعی نکنن اطلاعات نادرست بدن، اطلاعات واقعی رو بدید. خود مردم بلدن تشخیص بدن کدومش برای منافعشون خوبه، کدومشون خوب نیست. مرسی. ممنونم جوابای شفایی. البته اگر منظورتون روی حرف من بود، من کلن گفتم به خاطر اینکه اینستاگرام من مال دوستای نزدیک و بستگان من هست که اونا داخل ایرانن، یعنی هستن همونجا، نیازی نیست من بخوام تصمیم براشون بگیرم. من فقط به خاطر اینکه گفتم تو زمین جمهوری اسلامی بازی نکنم، در واقع هدف من این بوده. خب جناب رایی ادامه صحبت شما. بله بفرمایید. معذرت میخوام، ندیدم آقای شفایی دست شما رو ببخشید. ببین دوست عزیز، باز شما داری برای آدم‌ها تصمیم میگیری. نه آقای شفایی، من تصمیم نمیگیرم، فقط چیزی که خودم دوست داشتم گذاشتم. نه دیگه ببین، نشد دیگه. شما چون دوست داری این کارو بکنی، داری تصمیم میگیری بجه اون بنده خدا واقعیت رو نمیدونه و شما داری یه سری اطلاعات بهش میدی دیگه. مثل اینی که مثلا شما بگی دوست داری بگی آقا برین رأی بدین که مثلا فلانی نشه فلانی بشه، من میگم نگید، عیبو بگید، ایرادو بگید، واقعیتو بگید، اون تصمیم بگیره. یا نذارید اصلا، چه اصراری دارید؟ اگه نگرانید که دوستان فکر کنید شما تو بازی اونا هستی یا نیستید، اصلا هیچی نذارید، راحت کنید خودتون دیگه. اینه که اصلا این نوع نگاه رو من خواهش میکنم تغییر بدیم، که کاری که میخوایم انجام بدیم حقیقت رو بگیم، یا اصلا نگیم، خودشون تصمیم بگیرن چی خوبه چی بده، اطلاعات هم ندید بهشون، ولی گلچین بکنید که نه این خوبه رو بدیم، این بده رو ندیم، این به این دلیل خوبه، این به این دلیل خوبه. شما دارید قضاوت میکنید. اون کاریه که ما در کانون همیشه سعی کردیم که قضاوت نکنیم و کارهای بدون قضاوت در اختیار مردم قرار بدیم. ولی باز هر جو خودتون میلتون آزادید. متشکرم جناب آقای شفایی. اوکی، برحال من به صحبت شما احترام میذارم، اما در اصل اگه من چیزی هم گذاشتم همون واقعیت گذاشتم، فرقی نمیکنه. حالا یه نفر میاد کتک کاری میذاره، من یه نفر از اون در میذارم، ولی جفتش یکیه، فیلمه دیگه، فرق نمی‌کنه چیزی که داخل ایران.
در هر صورت جناب رای ادامه صحبت شما رو میشنویم. بله خیلی ممنون از نکته که آقای شفایی گفتن، در واقع تکمیل صحبت های آقای شایگان بود و همینطور صحبت هایی که خودم کردم. واقعیت رو شناسایی کردن واقعیت بر مبنای همین حقوق باز انجام میگیره. من باید این واقعیتی که امر واقعی که در بیرون هست، این عینیتی که در بیرون هست، این رو شناسایی کنم، نه باز با حقوق انجام میگیره و لازمه که همه امرهای واقع و عینیت‌های بیرون همش گفته بشه و در واقع شفافیت کامل وجود داشته باشه. اما راه حل هایی که بین مردم مطرح هست، بعضیش درسته بعضیش غلطه، لازمه که نقد بشن، اونهایی که ناصحیحن اونهایی هم که قابل تایید هستن تحقیق بشن. ولی این که من یک گروهی بیاید بگوید آنچه من میگویم صحیح است و هر کی خودش با من تطبیق داد مورد تایید، اگه با من تطبیق نداد، این کارا متاسفانه میشه و غلطه. شما میبینید مثلا چند تا گروه میشنن با هم دیگه یه دستی رو تشکیل میدن و توقع دارن که همم بیان به اونا بپیوندن و موقعی که سوال میکنین چرا، توضیحشون این هستش که این مرامنامه رو من نوشتم، این اساسنامه رو من نوشتم، بهترین دنیاست. بعد که نگاه میکنین بهترین نیست، بهشون هم که میگی راه حل نداره. یکی در همین رابطه من یادمه آمد 7 عامل حقوقی رو نوشته که این بر اساس اینها میشه عمل کرد. بهش توضیح دادیم آقا موقعی که صدها عامل حقوقی وجود داره، بند حقوقی وجود داره، شما چجوری میگویید 7 رو از همینجا فعلا شروع کنیم میرسیم به اونها؟ میبینیم همینی که دارم میگم به شما. بنابراین عدالت هدف نیست، میزانه. من لازمه همواره در کارهای خودم خشونت زده، یکیش اینه که همواره همه عملها رو بسنجیم صحیح هست اندازه نیست. این میگوید احترام بگذاریم به اون چیزی که میگوید، نقدش کنیم، تاییدش کنیم، بررسی بذاریم، اگر اهمیت اجتماعی داره روش تحقیق بذاریم. پس در اینجا همین عدالت رو در واقع هدف نکردن بسیار مهمه که مثال رو شوروی سابقا بر شما زدم. بعد عامل بعدی خشونت زدایی توسعه قلمرو اجتماعی خود انگیختگی هستش. انسان به صورت ذاتی خود انگیخته است، به زبانهای اروپایی اسپونتنه عمل میکنه، اسپونتنیته داره. و موقعی که میان این خود انگیختگی رو لازمه چه کار کنیم؟ گسترش بدیم، ابتکارها رو بذاریم انجام بگیره، نهادهای مختلف رو ایجاد کنیم. همین در همین زمینه مقاومت و سرکوب، این بحثی رو که آقای شایگان جلو کشیدن رو توجه کنیم، به میزانی که سرکوب شدید میشه به اون میزان لازمه این خود انگیختگی ها ابتکارها و گسترش دانایی ها اهمیت داده بشه بهش و مرتب بگردیم به هم اطلاع بدیم که برای این سرکوب مثلا فلان جا فلان راه حل پیدا شد. مثال بزنم، همین مثالی که آقای شفایی زدن رو روش یک نکته رو لازمه توجه کنیم. این رفراندوم کردن هایی که تو ایران، تو عراق همین کار کردن، سازمان ملل هم اومد نظارتش هم کرد، تقلب هم شد، بنابراین این راه حل نبوده، اطلاعات غلط داده بودن به مردم. خانمی رو که چیز بوده اگر اشتباه نکنم یکی از این کشورهای اروپایی اسکاندیناو بوده، ایشون رو بهش گفتم آقا این چرا تقلب شد؟ گفت نه تقلب نشد. بنابراین بازم وایساد در همون تقلب رو هم میگفت تقلب نشد، یعنی حمایت کرد از اون تقلب. پس در واقع خود انگیختگی یکی از راه حل هاست. ابتکارها رو ارزش دادن، کار رو بر کارایی ها دانستن و لیاقت ها دانستن مهمه. یعنی ما یکی از مشکلاتی که گاهی وقت پیش میاد اینه که میبینید شما یکی اومده یک نکته مثبتی رو داره به شما میگه، تحویل گرفته نمیشه و انواع اقسام سوءزن ها پیش کشیده میشه. حالا شما دارید یک نکته مثبتی رو میگید، او اینو سوءزن میکنه. چرا این سوزن رو داره؟ به این که علت که فکر میکنی که مثلا اینی که شما دارید میگید مثلا کپیه، یا این که مثلا این چیزی که شما دارید میگید نخیر میتونه یک جنبه خرابی هم داشته باشه، توضیح هم نمیده. بنابراین استقبال کردن از ابتکارها، از خودجوشی ها و نگاه مثبت داشتن نسبت به هم دیگه،
همطوری که در جلسات قبل گفتم اصل رو بر براعت گذاشتن، یکی از خشونت زدایی هاست. یازمه به جای غر زدن ها، به جای فوش و بدبی را دادن ها، اونجاهایی که میتوانیم گسترش بدیم این خودجوشی ها رو، در واقع این برخورد های خود انگیخته رو، این راه حل های خود انگیخته رو بهشون اهمیت بدیم. میگه مثلا توی دانشگاه 20 نفر اومدن دارن خشونت میکنه، یکی راه حل پیدا میکنه، میگه در اینجا میتونن دانشجوها در جای مختلف بایستن، ما در مثلا دیدیم ممکنه دارن سنگ باران بکنن، سنگ باران مثلا موانه مثال میگم موانه دفاع سنگ باران بکنن، اینو وحشت خواهند کرد. در جنگ ویتنام ویتنامیا با ایجاد صدا مقاومت میکردن، میرفتن بالای درخت ها، اصلا هم نداشتن بیچارا، نداشتن سربازه که میامده صدا ایجاد میکردن، اینو وحشت میکردن، دیوونه میشدن اصلا. پس میشه این کار رو کرد، میبینیم که دیگر ها کردن. شما حساب بکنید یه نیروی سرکوب میاد، شما صداهای عجیب ایجاد بکنید، ایجاد ترس کنید در اونا، اینا ایجاد ترس کرده، ما همه شعار دادیم مثلا. خب میشه ایجاد ترس کرد، میشه راه حل هایی رو پیدا کرد که مثلا به صورت اتوماتیک، حالا اگه میتونن درست بکنن، نه به صورت چی، سنگ باران های متنوعه، حالا اگه سنگ باران هم نمیتونن کارهای متنوعی میشه پیدا کرد، جای دیگه وجود داره. پس این اهمیت دادن به خود انگیختگی یکی از راه حل است. حالا نکته بعدی برمیگرده به خود انسان ها، رها شدن و رها کردن از کیش شخصیت و رها کردن ما از گفتارهای عام پسند و عام فریب. چرا این اهمیت داره؟ برای اینکه شما در این معرفتی که دارید، دارید از علم استفاده میکنید، میخواهید از حقوق استفاده بکنید، طرف میاد از تردستی استفاده میکنه، از سیاه بازی استفاده میکنه، از نیروی فریب استفاده میکنه، فکر میکنه که میشه همه انسانها رو گول زد، حالا کم و بیش داره، بنابراین گول زدن یک نیروی خیلی خوبیه. فکر میکنه لازمه در این زمینه تمام راحل های این فریب ها پیدا بشه، همه شناسایی بشه و این رو در واقع باز کنیم. مثال میزنه که من نیروی سرکوبم زیاده، شما هرچی هم میخواد بکنید چیز فایده نداره، لازمه این تردستی اینجا. انسان موجودی آزاده، انسان موجودی راحلیابه، انسان برای همه چیز راحل پیدا میکنه، اگه پیدا نمیکنه یه جایی خودش گیر قدرت مدارانه پیدا کرده. پس در اینجا لازمه به یک نکته بسیار مهم دیگه توجه کنیم، به ما فرهنگ و ضد فرهنگ با هم بخورده ما میدن، به ما دین و ضد دین رو با هم بخورده ما میدن، به ما اقتصاد و غیر اقتصاد بخورد. لازمه قشنگ شناسایی بشه این خواننده ای که داره این فرر رو میذاره، آیا این داره ضد فرهنگ رو گسترش میده یا فرهنگ رو گسترش میده، آیا به فرهنگ اعتراض، به فرهنگ مقاومت داره کمک میکنه یا نمیکنه، آیا این در این راهی که داره یه توجیه رو این وسط گذاشته. سال 88 یادمه یکی از خواننده ها موقعی که آمد در خدمت اون جنبش نبود، چیز بود، مورد اعتراض شدید قرار گرفت، عقب نشینی کرد و آمد از مردم معذرت خواهی کرد. حالا اسمش یادم نیست، یکی از خواننده های سنتی ایران بود. پس لازمه به این جدا کردن ها توجه کنیم، اهمیت بدیم به این که این اثر هنری چقدر. مثلا در رابطه با همین شعر برای یه خانمی اومده چیکار کرده، تصویر گذاشته بسیار زیباست رو اینستاگرام، نمیدونم دیدید یا نه، رو اینستاگرام تصویر گذاشته و شما موقعی که این شعر رو با این تصویرها میبینید بسیار تاثیرگذاره و بسیار احساس آدمو بیان میکنه و نشون میده که چقدر از این برایه ها هنو وجود داره. اگر الان فرصت کردم برای شما این لینک رو میذارم که ببینید، خیلی جالبه، تو اینستاگرام هست، بی بی سی هم با این خانم مصاحبه کرده و جالب توضیحاتی که میده، از یه خانمی که داره از رو آتش میپره شروع کرده و برگشته به همین خانم، میگه که در واقع منظور من این بوده که از شور و شعف مقاومت شروع کرده و به شور و شعف مقاومت این میتوانه ختم بشه. شعر برای آقای شروین به آزادی ختم شده، پس بنابراین این آزادی رو ما خواهیم داشت. حالا پس یکی دیگه از شیوه‌های خشونت زدایی همین در واقع شناسایی ضد فرهنگ از فرهنگ‌ها هست و
اونها رو در واقع به در معرض همه گذاشتن و توقع، حالا توقع صحیح نیست، تقاضای در واقع همراهی داشتن با جنبش رو خواستن. خشونت‌زدایی دیگه فراخواندن به شرکت همگانی هستش در عمل به حقوق. صحیح این کاری که الان برای شما یک مثالش زدم، دانشجوهای دانشگاه گیلان میگن کمتر از 50 تا از دانشجوهای دیگه، استادای دیگه میخواد شما بپیوندید، براتون فرصت ایجاد کردین بپیوندید، چرا از این فرصت استفاده نمی‌کنید؟ شما که استفاده نمی‌کنی بعداً جزء اون سرکوبگرا خطاب خواهی شد، یا اینکه شما رو جزء اونایی که سکوت کردن در حالی که نباید سکوت بکنن در نظر گرفته شده. پس سکوت همه جا چیزی است، خونسا نیست، یه جای مخربه. استادی که میاد درس میده و به زور میگه اگه نه یه طور میندازم بیرون، در واقع در سرکوب شرکت کرده. پس تقاضای همگانی شدن جنبش یکی دیگه از روش‌های خشونت زدایی هستش. به میزانی که این خشونت، این مقاومت گسترش پیدا میکنه، جای قدرت کم میشه. بنابراین توجه بکنیم به این که دستگاه خشونت زدایی بعدی که آقای شایگان اشاره کردن، دستگاه آموزش و پرورش رو به کار آموزش و پرورش انسان حقوقمند در آوردن یکی از خشونت‌زدایی هاست. پس لازمه که این دستگاه آموزش و پرورش رو، حالا در دوران گذار هستیم، در آینده هم تبدیل بشه به در واقع دستگاه آموزش، و در حال حاضر هم دانشجوها دارن این کار میکنن، دانش آموزا دارن این کار میکنن، استادها محل حقوق بکنن. استادی که درس حقوق میده بعد خودش عمل نمی کنه رو نشون بدیم. و بنابراین خشونت و جایی هستش که معرفت میتوانه برای مقاومت به حدی گسترده بشه که محیط فعالیت قدرت مدارا رو کم بکنه. پس از جمله خشونت زدایی ها این خشونت. بنابراین سه هدف رو در رابطه با آموزش پرورش لازمه در نظر بگیریم، سه تا نیاز رو در واقع حالا که میتونه تبدیل به هدف بشه. یکی تغییر محتوای آموزش پرورش هستش، برای اون که کودک از همون کودکی انسان حقوقمند به عمل بیاد. همین الان معلم‌ها لازمه گفتگوی حقوقمند رو با دانش آموزا شروع کنن، داستانهایی که بهشون کمک میکنه رو مطرح کنن. دوم، هدف آموزش پرورش برای اینکه انسان به خدمت بنیادهای سیاسی و اقتصادی و دینی و اجتماعی و هنری و فرهنگی یه قدرت مدارانی در نیاد. پس نقش دومیش این هستش به انسانها حقوق رو یاد بده تا انسانها تشخیص بدن که در این بنیاد که دارن میرن حقوقی هست یا نه. نیاز سومش هم این هستش که انسانهای برخوردار از استعدادها و وزلها رو در جریان رشد شناسایی کنه. یعنی در واقع انسانهای برخوردار از استعدادها و فضیلتها رو در این آموزش و پرورش رتبه بندی هایی بشه که ارزش پیدا کنه. مثال بزنم، اینکه ما یک امتحانی از شاگرد بگیریم و ببینیم چقدر یاد حفظ کرده اینا، این ارزش آموزش پرورش نیست. قدرت تجزیه تحلیل کردن دانش آموز رو لازمه در نظر بگیریم. توان تشخیص زندگی حقوقمند رو لازمه در نظر بگیریم. درسایی که داره میخونه، جغرافی داره میخونه، ریاضی داره میخونه، چه در جامعه بیاد چه کارهایی رو میکنه، لازمه در واقع سیستمی ایجاد بشه که به لیاقت ها اهمیت میده، به رابطه های گفتگوی حقوقی اهمیت میده. در واقع دانش آموز هم لازمه دانشجو بشه، یعنی رابطه پدر در واقع معلم و شاگرد لازمه دو طرفه بشه. در واقع در آموزش پرورش به این نکته باید توجه داشته باشیم، معلم لازمه اول نکات رو درسی رو درس بده، بعد که متوجه شد شاگردا فهمیدن، اون نکات درسی رو به گفتگو بذاره. اینجاست که دانش آموز نشان میده که لیاقتش پیدا کرده، عقب افتاده، جلو افتاده یا نه. این که ما دانش آموز رو بذاریم توی یک سیستمی که درش رقابت و کنترل هست، برای همه مفید نیست. تازه برای همون دانش آموزایی هم که میتوانن از این بیرون بیان، میتوانه بهترین روش نباشه. و نکته دیگه که در گذرا ازش اشاره کردیم اینه که هر جایی که خلل وجود میاد اون خلل رو پر کنیم، برای اگه پرش نکنیم میاد اونجا رو پر میکنه. دانشجوها میان مثلا اعتراض میکنن،
دانشجو میاد مثلا جبرائیل گرامی، خیلی معذرت میخوام وسط صحبت شما، با توجه به اینکه به پایان جلسه نزدیک میشیم، اگر که امکانش هست محبت بفرمایید جمع بندی کنیم که دوستان هم جمع بندی کنن. نکاتی که امشب میخواستم بگم دو نکته مونده، دو نکته آخر رو دارم میگم. نکته ای که داشتم میگفتم همین بود که خلاها رو پر کنیم تا پیدا بشه که کجاها ماها موقع که عمل میکنیم اون میاد نگاه میکنه ببینه که کجا خلاه هست که اونا رو پرش کنیم. حالا مثال دانشجوها رو میزدم در مورد اعلامیهاشون و گفته هاشون، لازمه که در جنبه های مختلف توجه کنیم. و آخرین نکته ای که لازمه بهش توجه کنیم این هستش که همواره در رابطه با هم لازمه که این وجدان حقوقی رو بیدار نگه داریم. همواره در گفتگوهایی که داریم، حتی اگه گفتگوهای تخصصی هم داریم، همواره به این جنبه حقوقیش اشاره کنیم. چرا که این کار مرتب این رو زنده نگه می‌داره، این وجدان حقوقی ما رو. مرتب ما می‌توانیم در رابطه با صحبت‌هایی که با هم داریم، در رابطه با مشکلات اجتماعی که داریم، این وجدان حقوقی رو بالا نگه داریم. جنبندی شاید نخواهم، در واقع احتیاج نباشه، ولی میتونم اینو بگم که خشونت‌زدایی یکی از روش‌های انسان طبیعی هست و این خشونت‌زدایی گفتم انواع هستم، خشونت‌زدایی‌های دیگه هم میشه کنار اینا ترک کرد و اینها با هم دیگه می توانن در واقع میدان عمل قدرت رو کم کنند. خیلی ممنون، مرسی. خب سپاسگزارم از صحبت‌های بسیار عالی و آموزنده شما جناب عراقی، واقعا استفاده کردیم. همچنین من در اینجا ساعت در واقع 23 دقیقه به وقت اروپای مرکزی پایان جلسه امروز کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو رو اعلام میکنم و عزیزانی که توی این جلسه با ما همکاری داشتن، من مسئول جلسه زمان بیرجندی هستم که در خدمتون بودم، منشی جلسه آقای سیاوش نوروزی، ضبط صدا و ادمین ها سرکار خانم مباشری فر و خانم لیلا رمضان و همچنین خانم مرجان شبان‌نژاد عزیز بودم. سپاسگزارم از تمامی دوستانی که تو این جلسه شرکت کردن، مشارکت داشتن و شما رو تا روز آینده به خدا می سپارم. شب